همیشه آرزو مینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی، آریا هستم و بالاخره زمان پخش مستند دکتر شاپور بختیار فرارست. من به اندازه 2 دقیقه از شما فرصت میخوام که توضیحاتی بدم در مورد مستند شرقی غمگین درباره دکتر فریدون فرخزاد و بعدش میپردازیم به کل ماجرای دکتر شاپور بختیار. ببینید دوستان، میدونیم، شنیدیم و خیلیاتون دیدید که صادراتی هایی اومدن و یک سری مسائل رو عنوان کردن و گفتن، یک مصاحبه رو پخش کردن و گفتن این آخرین مصاحبه دکتر فریدون فرخزاد هست و خواستن القا کنن که ایشون طرفدار خمینی شده با یه القاعاتی رو همون مصاحبه. بنده در مستند شرقی غمگین علاوه بر این که به شما ثابت کردم، اینجا دیگه توضیح نمیدم، که اون مصاحبه مربوط به سال 69، 2 سال قبل از مرگ دکتر فریدون فرخزاد، و توضیح دادم چرا افراد مختلفی مصاحبه رو به عنوان آخرین مصاحبه پخش کردن و ثابت شده، خود دکتر فریدون فرخزاد در حین مصاحبه میگه در این 8 سالی که به تبعید آمدم. حالا بماند، مهمترین مسئله، آخرین چیزی که از دکتر فریدون فرخزاد موجوده، همونطوری که من در برنامه مستعد شرقی غمگین خدمت شما ارائه دادم، کنسرت ایشون است در کانادا که مربوط به چند روز پیش از قتل دکتر فرخزاد هست، ایام آخر زندگیشون هست، و بعد از این کنسرت ها میرن به فرانکفورت و از اونجا میرن به شهر خودشون و در اونجا به قتل میرسن. و من این کنسرت رو خدمت شما پخش کردم در برنامه مستعد شرقی غمگین و گفتم این آخرین چیزیست که از دکتر فریدون فرخزاد موجوده. زنده باد ایران، زنده باد ملت ایران، زنده باد آزادی و دموکراسی در ایران، سرنگون باد حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی. خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچهای جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیرید روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. من تمام مسائل رو اثبات کردم در اون برنامه، در برنامه مستعد شرقی غمگین، و شما عزیزان اون برنامه رو امیدوارم اگر ندیدید حتما ببینید. تمام زندگی دکتر فریدون فرخزاد رو در اون برنامه مورد بررسی قرار دادیم، اما فقط جهت اینکه خدمت مخاطبین عزیز مسائل رو عرض کنم، باید بگم که مفتخرم که خدمت شما اعلام کنم که در مورد این قضیه که این کنسرت مربوط به روزهای آخر، ایام آخر زندگی دکتر فریدون فرخزاد بود، بعد از این کنسرتشون میرن به فرانکفورت و بعدش هم میرن به شهر خودشون به قتل میرسند، عین این داستان رو که این آخرین کنسرت است و مربوط به این روزهاست، شخص سرکار خانم آلاله بهمن، دارم به صورت عمومی اعلام میکنم، به صورت پابلیک، شخص سرکار خانم آلاله بهمن، خواهرزاده گرامی دکتر فریدون فرخزاد، دختر نازنین مرحوم پوران فرخزاد، در صحبتشون با خود بنده دقیقاً این مسئله رو تایید کردند که این کنسرت آخرین کنسرت دکتر فریدون فرخزاد مربوط به اون ایام آخر و قبل از شهادتشون هست. و خیلی مفتخرم که خدمت شما از آن عرض کنم که برنامه مستند شرقی غمگین تونست پاسخ دروغ‌ها رو مستدل و مستند بده و آتشی بیفکند در خیمگاه دروغگویان، جعل کنندگان و صادراتی هایی که فکر کردند همه مخاطبینشون مثل اون کسانی که بهشون باور دارند از اندیشه پایین و سطح فکر کمی برخوردارند.
خواستم این مطلب خوب رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، هرچند لازم نبودی که همچین تاییدیه ای در اون برنامه اثبات شده، ولی خواستم این رو باز خدمت شما عرض کنم. اما برسیم به دکتر شاپور بختیار. 4 طرز فکر در جامعه در موردشون وجود داره. دسته اول کسانی هستن که خب کاملا مطلعن به همه چیز و ایشون رو خوب و بدش رو میشناسند، همه این مسائل رو در موردشون میدونن. دسته دوم دسته ای هستن که به هر دلیلی حالا یا فرصت نداشتند خیلی جزئیات تاریخ رو مطالعه کنند، یا علاقه نداشتند و بیشتر شناختشون از دکتر بختیار برمیگرده به مثلا مستند من و تو، واقعیت، یعنی من تو جامعه دیدم، یعنی توی بازخوردها متوجه میشم. بخش سوم بخشی هستن که ایشون رو قهرمان بیبدیل ملیگرایی و قهرمان آزادی و یک انسان بسیار ابرقهرمان میبینند. بخش چهارم بخشی هستن که برخی از عزیزان پادشاهی خواه و همفکر بنده هستند و اینها دکتر شاپور بختیار رو یک خائن به ایران میدونند، یک خائن به دلایل متفاوت و هم خیلی موقع لفظ خیانت و خیلی نوع برخورد بدی نسبت به دکتر شاپور بختیار دارند. این برنامه‌ای که الان میبینید شاید به مزاق دسته سوم عاشقانش و دسته چهارم کسانی که خائن میدونندش خوش نیاد، چون همه چیز مطرح میشه، هم مثبت هم منفی. برنامه بسیار دشواریه این برنامه ساختش، یعنی کسانی که ببینن متوجه میشن، چون همه چیز باید درش مطرح شه و منم بدون هیچ حب و بغض این برنامه رو ساختم در مورد ایشون. و فقط اینو بگم، لطف کنند عزیزان با هر طرز فکری برنامه رو کامل ببینند. ممکنه یه بخشای از برنامه رو ببینند مثلا اوایل و اواسط و فکر کنند که من دارم مثلا حمله میکنم بیدلیل، بعد ادامه برنامه رو ببینند یا بخش آخر رو یه سری ها فقط ببینند فکر کنند من دارم دفاع میکنم بیدلیل، یا میدونید باید کل برنامه رو دید تا به قضاوت درست رسید. فراموش نکنید لایک شما و اشتراک گذاری شما بسیار در پخش این برنامه به ما یاری خواهد کرد. روند این برنامه بدین شکل هست که ما در ابتدا بحث مربوط به قتل دکتر شاپور بختیار رو برای شما پخش میکنیم، بعدش زندگی دکتر شاپور بختیار از ابتدای زندگیشون تا دوران نخست وزیری در داخل از ایران در زمان پادشاه، سپس بحث ماجرای نخست وزیری ایشون تا پایان دوران نخست وزیری و سپس فعالیت ایشون در موقعی که از کشور خارج شد و بر ضد نظام جمهوری اسلامی وارد فعالیت شد. در قسمتی که ایشون بحث اپوزیسیون بودنش بر ضد نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه، مسائل مهمی هم بهش پرداخته میشه، من جمله مسائل مربوط به جنگ ایران و عراق، مسائل مربوط به صدام و این تیپ مسائل. اولین سوء قصد به جان دکتر بختیار برای پلیس فرانسه 2 کشته و 1 فلج مادام العمر به جای گذاشت و برای عامل ترور انیس نقاش تروریست لبنانی حبس دائم به همراه آورد، حبسی که پس از 10 سال به ناگهان بخشوده شد. We promise them to make or influence... ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. Special envoy that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. عفو بزرگوارانه فرانسوا میتران نه تنها جهانیان را حیرت زده کرد، بلکه خشم همبندان فرانسوی انیس نقاش را دیوانه‌وار برانگیخت. همبندانی که با جرائمی به مراتب کم اهمیت‌تر هرگز مشمول این بزرگواری نشده بودند. من کجا بودم؟ تو زندان. هیچ قدرت نداشتم. من اینو توی پرانتز عرض کنم برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه.
آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن. اشکالی نداره بگم ماجراش رو گفته شده، برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه، ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن. دومین تلاش برای ترور دکتر بختیار به نتیجه میرسد. تروریست هایی که با مأموریتی مشخص از ایران آمده بودند، علی وکیلیراد و محمد آزادی، درهای بسته و دائما مراقبت شده خانه شاپور بختیار در سیوغن پاریس را با همکاری فریدون بویرحمدی، خانه آشنای مورد اعتماد او، باز می کنند. این اعتماد بی پایه اما از کجا آغاز شده بود؟ میدونید که بویرحمدی از خایفای بویرحمدی بود. بویرحمدی ها خب با ایلات بختیاری یک نوع رابطه ایلیاتی عشایری قدیمی دارن و آیت الله بختیار از سرنوشت و گذشته این شخص اطلاعات داشته، نسبت به او یک نوع حس ترحم داشته و این هم خودش رو آمده جزء افراد عشایری دیگری که خیلی بودن از عشایر نقاط مختلف کشور که در این 10 سال در خارج از کشور با دکتر بختیار ابراز اظهار ارادت کردن و دست همکاری دراز کردن و از منطقه لرستان بختیاری ها و عشایر بویرحمدی هم در بین آنها خیلی بودن، این هم جزء اونها خودش آمده و نزدیک کرده و خیلی نزدیک شدنش، ورودش و نزدیکیش با شخص دکتر بختیار از این لحاظ خیلی طبیعی بود. قاتلین آخرین نخست وزیر شاه و پیشکارش سروش کتیبه که به ظاهر برای دادن اطلاعات مهمی به دکتر بختیار از ایران آمده بودند، عملیات کشتار را با سرعتی باور نکردنی به پایان بردند. رسیدم اونجا، وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار می شدیم، چند پله بود که می‌رفتیم بالا، بعد وارد یه راهروی کوچولو می شدیم، بعد می‌پیچیدیم دست چپ، یه راهروی کوچولو دیگه بود، قسمت راست آشپزخونه بود. بعد انتهای این راهروی کوچی میخورد به سالونی که پنجرش به روی حیاط باز میشد. بعد ما همجور که رسیدیم اولین جنازهی که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینهش افتاده بود و چندین ضربه چاقو از پشت خورده بود. بعد وقتی رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپهی که مبلی که جلوی پنجره این سالن بود به حیات میخورد، جنازه دکتر بختیار روی کاناپه بود. بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری که کردیم متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر فریدون بویرحمدی بوده به اضافه 2 نفر دیگه که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله به خاطر اهمیت جریان و مسئله عکسای 3 نفر تو تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن. بعدها که خب تحقیقات ادامه پیدا کرد و تا تونستیم تقریبا 3 هفته بعدش بودن 22 روز بعد تونستیم وکیلیراد رو دستگیر بکنیم و اون روز بازجوییش چون وکیلیراد دور دریاچه ژنو دستگیر شده بود، بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا خودشه که شروع کرد به ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده. ببینیم فریدون بویرحمدی جز به بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست بیاد دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. یعنی او چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار و فریدون بویرحمدی به دکتر بختیار میگه که 2 نفر از ایران میان از هوادارامونن
و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن. چون از ایران میان میرن اینا نمیخواد کسی ببینتشون، که دکتر بختیارم چون اعتماد 100% به فریدون بویر احمدی داشت بسیار خوب، و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که هیچ نمیخوام ببینم، کسی که میخوام ببینم که باشه صحبت بکنم، اینا که نمیخوام اصلا کسی بیاد. اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرتیرش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه یه هم میبینن سروش کتیبه میاد، بعد سروش کتیبه این ستا رو میبینه، با یه رحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ میگه اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بوی رحمدی میگه حالا خیلی اومدی حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن بوی رحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن. مثلا اینه که بهتون گفتم وقتی که اصلا میرین بارا یه راه به صفت شیک بود، بعد میپیچیدین دست چپ یه راه به کوچک دیگه بود که تو این راه دست راست آشپزخونه بود و پشت بخورد به سالن. بوی رحمدی و سروش کتیبه میشینن توی آشپزخونه. محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. محمد آزادی کسی بود که حداقل 1.85 قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میچینن روی میز، یه نقشه ایران رو بالاخره اینا که شون زنه دولا میشه روی میز نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار، و من وقتی رفتم تو خول شده بودم رفتم تو آشپزخونه، یه سروش کتیبهش گفت دید من خول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر چی شده اینا، گفت خواست بیاد بیرون. از آشپزخونه اومد بیرون، از پشت فریدون بوی رحمدی دهنشو میگیره، بعد با چاقو میزنتش. وکیلی را دارم یه چاقو برمیداره، بله چاقوی که میبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوش رو ببره، گلوی دکتر بختیار رو ببره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیاد که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبری و چاقوی معمولی نمیدونسته چی. وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و میان بیرون. اینا با مثلا تو اگر یه گوشه ای فریدون بوی احمدی میده با دو تا مامورای پلیسی که اونجا اون روز بودن، چون برای که وقتی وارد بشیم میرفت چه بود، بعد میرشتیم اسم رو میدادیم امضا میکردیم و اینا، بعد میره و دفتر رو پر میکنه و ساعت اینا رو میرسه که چه ساعتی رفتن، پاسپورت ها رو میگیره و بعد میان بیرون. پلیس فرانسه اجساد دو قربانی این جنایت را پس از دو روز از خانه خارج میکند، اما این پرسش بر جا میماند که پلیس هایی که به طور مداوم در محل حضور داشتند و با تجهیزات کامل در زیرزمین خانه دکتر بختیار مستقر بودند تا چه میزان به وظایف خود عمل کردند. اگر کاری که میبایستی اون کار مخصوص که میبایستی بکنند و نکردند انجام شده بود، اون موقع ما میتونستیم خبردار بشیم و دنبالشون. با اون کار مخصوص حالا بعد از گذشت چند سال از این مسئله بازم بیانش فکر می‌کنی مشکل نه بهتره نگم. علی وکیلی راد در فرودگاه مورد استقبال قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور و جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت. وکیلی را در گفتگو با خبرنگاران گفت جهنم را گذراندم و بهشت را پیدا کردم. زمانی که چشمم به سرزمینی که سرم افتاد تا به الان حالت روی نمیدازه نمیدونم که باید و شاید باهاتون حرف بزنم، فقط بهتون بگم که واقعا شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم
امروز خوشحالم که به عبارتی بهش رو پیدا کردم. ببینید دوستان، میدونیم که دکتر شاپور بختیار در خانواده ای از خوانین بختیاری متولد میشه. خانزاده بوده ایشون. پدر ایشون محمد رضا خان سردار فاتح از بزرگان بختیاری و جزو کسانی بود که در انقلاب مشروطیت فتح تهران رو انجام داده بود و به همین دلیل سردار فاتح لقب گرفته بود. و یه مسئله مهمی این هست که بعدها در گذار زمان، اولا پدر ایشون مخالف سرسخت انحلال سلسله قاجاریه بود و مخالف سرسخت پادشاهی رضا شاه پهلوی بود و توضیحات بیشتر رو در مورد محمد رضا خان سردار فاتح میتونید در کتاب جین راف گارسوی تاریخ سیاسی و اجتماعی بختیاری بخونید، ولی در این حد بدونید که ایشون در زمان رضا شاه دستگیر میشه و بعد از مدتی اعدام میشه توسط رضا شاه، پدر دکتر شاپور بختیار. دلیل این قضیه رو فرصت نمیکنم الان توضیح بدم. خود دکتر شاپور بختیار وارد جزئیات نمیشه در کتابش، عمدن هم نمیشه، فقط به صورت کلی میگه که با یک سری از زیاده خواهی های رضا شاه و دخالت های رضا شاه در بین مثلا بختیاری ها مخالف بود و این صحبت ها. نه، قضیه از این پیچیده تره. ما میدونیم که بخشی از بختیاری ها در زمان قبل از رضا شاه با شیخ خزعر روابط بسیار خوب داشتن، با بریتانیا روابط بسیار خوب داشتن. در قرارداد 1908 که بین شیخ خزعر، انگلستان و بخشی از خوانین بختیاری بسته میشه شرکت داشتند. یک مایل مربع از اراضی آبادان رو شیخ خزعر در اختیار بریتانیا قرار میده که پادشاهی که شرکت نفت و اینها در اونجا به وجود میاد. و یه نگرانی که از طرف رضا شاه وجود داشت همین روابط بود با انگلستان، روابطشون با شیخ خزعل، و همچنین در یک درگیری اینها یک شبیخون میزنن به آرتش رضا شاه، حمله میکنن و این مسائل هست. اینم بگم لطفاً عزیزی، ببینید این طرز فکر رو از خودمون دور کنیم. اگر عزیزانی از دارای قوم بختیاری یا کسانی از خاندان بختیاری و اینها دارای همچین روابط خانوادگی با بختیاری ها این برنامه رو میشنون، موضع نگیرید. مگه مثلا من دارم مثلا صحبت میکنم در مورد چه میدونم فرقه دموکرات آذربایجان و پیشه‌وری وقتی خودم بچه مرند آذربایجانم؟ باید بگم به بچه آدمای درستی بودن. نمیخوام الان در مورد شخص سردار فاتح صحبت کنم، ولی ماجرای روابط شیخ خزعل که علناً خوزستان رو از ایران جدا کرده بود با برخی از بختیاری ها مشخصه، این حقایق تاریخ. اما این مسائل طولانیه، من نمیتونم بهش بپردازم. در این حد بدونید که پدر دکتر شاپور بختیار توسط پدر محمد رضا شاه پهلوی، یعنی رضا شاه بزرگ، اعدام میشه و نمیتونم واقعا صادقانه بگم که این نقشی در تفکر شاپور بختیار نسبت به خاندان پهلوی نداشته، اگر نگم که بسیار تاثیرگذار بود در دید ایشون نسبت به خاندان پهلوی. اولا سابقه خودم با آقای شاپور بختیار بگم، ایشون در پاریس تحصیل میکرد و اگرم یادم نرفته باشه خیابون پاسی بود خونش. ما با هم خیلی دوست شده بودیم، خیلی وقتا مثلا شام با هم میخوردیم، اون میومد پلو من یا من میرفتم پلو اون، یا تو خیابونا قدم میزدیم تا نصف شب با هم صحبت میکردیم راجع به وطن و چیزایی دیگه. تو اتاقش هم رو میز پلو تخت خوابش یه عکسی با برادرش انداخته بودن، دستاشون اینجوری بالا گرفته بودن و میگفت ما قسم خوردیم که انتقام خون پدرمون رو از شاه بگیریم. این خاطره ایست که من داشتم. یه همچین سوابقی ما با هم داشتیم. دا
دکتر شاپور بختیار دیپلم خودش رو از مدرسه فرانسوی بیروت میگیره، همون جایی که امیرعباس هویدا هم دیپلمش رو از اونجا گرفت، هم مدرسه ای بودن با هم. در سال 1315 به فرانسه میره و در دانشگاه سوربن ثبت نام میکنه. در سال 1318 مدرک کارشناسی میگیره و سرانجام در سال 1324 دکترای خود را در حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن دریافت میکنه. یه مسئله که بعدها شاید در اواخر این برنامه اهمیتش رو خواهید دید، به خاطر نوع نگاه دکتر بختیار به کل مسائل زندگیش و به خصوص در مسائل سیاسی و به خصوص در شیوه مبارزاتیش پس از شورش 57 و این صحبت ها، این هست که دکتر شاپور بختیار هم در نبرد اسپانیا در مقابل فرانکو شرکت کرد، در مقابل طرفداران فرانکو ایستاد، هم از اون مهمتر در دوره‌ای که دانشگاه می‌رفت در ارتش فرانسه در مقابل هیتلر می‌جنگه و نوع دفاع و حرکتی که شارل دوگل انجام داد برای بازگشت به فرانسه و برای فتح دوباره فرانسه و برای شکست آلمان ناتسی در فرانسه تأثیر شگفتی در ذهن دکتر شاپور بختیار گذاشت. این بدون هیچ شکی هست. در دولت مصدق ایشون معاون وزیر کار میشه و این بالاترین پست مملکتی بود که داشت، یعنی در تمام طول زندگیش پیش از نخست وزیریش. و البته بعد از ماجرای 28 مرداد نهضت مقاومت ملی رو با همکاری بازرگان، سید رضا زنجانی، سید محمود طالقانی، یدالله صحابی و اینها به وجود میاره. ببینید دوستان عزیز، من در مورد کل دوران دکتر شاپور بختیار پیش از نخست وزیریش در ایران در زمانی که مخالف رژیم پادشاه بود، مخالف پادشاه بود اینطوری بگم، یه صحبتی میخوام بکنم به حالت کلی، نمیخوام جز به جز روز به روز برم جلو، به صورت کلی. ببینید کتاب‌هایی نوشته دکتر شاپور بختیار و مصاحبه‌هایی کرده که بدون حب و بغض بهتون بگم بر اساس کینه است نسبت به شاه. یعنی من که واقعا به خاطر علاقم در زندگیم تمام عمرم مطالعه کردم در مورد دوران تاریخ پهلوی دوم، در ایران بودم، هر کتابی که شما فکر کنید دستم میرسید با هر نویسنده‌ای با هر طرز فکر رو در این مورد میخوندم، به یاد ندارم حتی طرفداران جمهوری اسلامی، حتی مخالفین عمده پادشاه در گروه‌های چپی که بعداً کتاب نوشتن، بعد از مثلا شورش 57 اینها کتاب نوشتن، این چنین همه چیز شاه رو سیاه ببینن، این چنین با کینه عجیبی به هر عمل کردی که برخی از این عمل کردها رو دشمنان حتی فعلی شاه هم تایید می‌کنن، ایشون همه رو تخریب کرد. یعنی اصلا یک دید سیاه مطلق نسبت به پادشاه. میدونید چرا میگم بدون بغض دارم صحبت میکنم؟ چون بعداً همین حرف رو در مورد کسانی که در مورد خود شاپور بختیار کتاب نوشتند هم خواهم گفت و معرفی خواهم کرد. دکتر بختیار فقط کوبیده شاه رو، چه در مصاحبه‌هاش، چه در کتاب‌هاش، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاست خارجی، چه نظامی، چه هر چیزی که فکرشو بکنید، فقط و فقط و فقط کوبیده شاه. و اینم بهتون بگم دکتر شاپور بختیار دروغ زیاد میگه. یعنی این چیزهایی که من تا الان داشتم میگفتم تحلیل‌های منفی نسبت به شاه، تحلیل منفیه، دروغ مشخص ایشون زیاد گفته. حتی این دروغ‌ها فقط مربوط به شاه نیست، در اواخر برنامه برخی از این دروغ‌ها رو در مورد مسائل دیگه هم میشنویم که متوجه این که دروغه، دروغ و تحلیل منفی هم متفاوته.
من چند مورد عمده رو به صورت کلی میخوام در اینجا صحبت کنم در موردش، و وقتی در این مورد ها صحبت میکنم به جزئیاتی هم میپردازم. یکی ماجرای مصدق و 28 مرداد. تمام امکانات ترقی و پیشرفت بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که منجر به سقوط حکومت ملی دکتر مصدق شد برای من میسر بود. من الان نمیخوام در مورد مصدق بشینیم با هم حرف بزنیم. خب قبلا دو تا برنامه در این مورد داشتم، در مورد خود ماجرای 28 مرداد هم یه برنامه داشتم در کانال یوتیوبم، اما لازمه خب اینجا مطرح کنم. ببینید، طرفداران دکتر مصدق، الان وارد بحث در مورد عملکرد دکتر مصدق نمیشید، میخوام با فرض شما باهاتون حرف بزنم. اگر شما اعتقاد داشته باشید و بیایید بگید که مثلا شاه بسیار آدم بدی بوده، مصدق بسیار آدم خوبی بوده و شاه بسیار کار غلطی کرد که این فرشته تاریخ ایران محمد مصدق رو از دید شما، فرشته تاریخ ایران رو برکنار کرد، این چیزیه که من میتونم بشینم باهاتون ساعت‌ها در موردش با هم بحث و گفتگو کنیم. این یه چیزیه که نظر شماست، نظر بنده و خیلی های دیگه مخالف این قضیه است، میتونیم بشینیم با این سر این قضیه با هم بحث کنیم. اوکی، یعنی ما فرضم میگیریم. اما این که شما حرکت محمد مصدق رو در 25 مرداد کودتا نمیدونید و در 28 مرداد حرکت پادشاه رو ضد مصدق کودتا عنوان میکنید، این اشتباه تاریخه. این حرف بنده هم نیست، این یک واقعیتیه که شماها دوست ندارید بپذیرید نپذیرید. کودتا یا معنی عرفی داره یا معنی قانونی. از دید عرفی کودتا از پایین بر علیه بالاست، نیروی بالادستی بر ضد نیروی پایین دستی کودتا نمی کنه. از لحاظ قانونی طبق قانون اساسی مشروطیت در هنگام انحلال مجلس پادشاه حق و اجازه عزل نخست وزیر رو به لحاظ قانونی داشته و در 25 مرداد وقتی چنین فرمانی رو برای مصدق پس از انحلال مجلس توسط خود مصدق میفرسته، مصدق سرهنگ نصیری رو بازداشت میکنه و این حرکت مصدق عدم تمکین از فرمان قانونی پادشاه و یک حرکت ضد قانون و در عمل در حقیقت کودتای مصدق بر ضد شاهه. در 28 مرداد اتفاقی که میفته بر طبق قانون اساسی کشور شاه حق داشت که این کار رو انجام بده. نام چنین حرکتی کودتا نیست. یه چیزی بهتون بگم، اگر شما بپذیرید که حق قانونی شاه بود بر کناری مصدق، هیچ چیز دیگه ای نمیتونید بگید، هیچ حرفی نمیتونید بزنید تحت عنوان کودتا. جالبه که خود دکتر بختیار در کتاب خودش نوشته نامه ای که سرهنگ، یعنی سرهنگ نصیری، حامل آن بود به دست پادشاه امضا شده بود، فرمان عزل مصدق رو میگه، گیریم که اعلی حضرت اجازه و قدرت اخراج نخست وزیر را هم داشت. برای چنین کاری لااقل به نخست وزیر تلفن می شود و از اون می خواهند به حضور برود، نه اینکه ساعت یک پس از نیمه شب با توپ و تفنگ و مسلسل و اینها به در خانهش بفرستند و حکم عزلش را بدن. بله، در هنگام عزل دکتر مصدق پادشاه حکم عزل رو با یک بخشی از گارد شاهنشاهی که اون موقع فرماندهش سرهنگ نصیری بود میفرسته دم در خونه مصدق. میخواد ایراد بگیرید از این قضیه بگیرید، ولی شما هم که خودت اعتراف کردید که اعلی حضرت اجازه و قدرت اخراج نخست وزیر رو هم داشت، پس حق قانونی با اعلی حضرت بود و تمکین به حق قانونی ایشون یک چیزیست که باید انجام میشد. اگر کاری بر ضد قانون انجام بشه از طرف نخست وزیر، بر ضد قانون، بر ضد خواست پادشاه، میشه نامش کودتا، و کودتا رو 25 مرداد آقای مصدق کرد.
اگر کسی بپذیرد و همه ایرانیان بدونند که حق قانونی شاه بود 28 مرداد نمیشه نامش رو کودتا گذاشت. حالا دیگه بیایید بگید اشتباه کرد. دیگه بیایید بگید آمریکا هم در این زمینه کمکایی کرد به پادشاه. دیگه بیایید بگید مثلا از دید شما این رفتارش خوب نبود، به نفع تاریخ ایران نشد. هر چی میخواد بگید، اینا رو میشه بعدم بحث کرد. لفظ کودتا که بار معنایی خاص خودش رو در تاریخ داره رو کسی حق نداره به کار ببره وقتی که میدونه که حق قانونی پادشاه بود. من در اینجا روی دور تند یه بخشی از برنامه رو که قبلا در مورد 28 مرداد ساخته بودم برای شما پخش میکنم و زیرش تایمر میذارم. اگر قبلا دیدید تایمر زیرش هست، همون مقدار بزنید جلو و ادامه برنامه رو بشنوید. فقط لطفاً دقیقاً آخر همون بخشی که تموم میشه و تایمر تموم میشه دوباره برگردید، چون صحبت‌های مهمی بلافاصله خواهم داشت. این رو هم بهتون بگم، میگن که آلبرایت وزیر امور خارجه کلینتون اومده و سر ماجرای 28 مرداد از مردم ایران عذرخواهی کرده. همه کسانی که وقایع سیاسی ایران رو ازش اطلاع دارند، همه کسانی که در این مورد آگاهی دارند میدونن دلیل این کار آلبرایت چی بود. شخص هوشنگ امیراحمدی در اون زمان لابی بسیار قدرتمندی داشت، چیزی شبیه نایاک امروز بود. نایاک رو با امیراحمدی یکسان نبینید، نه با هم اختلافاتی دارن، یعنی یکی نیستن. ولی در پیش از به وجود اومدن نایاک، شخص هوشنگ امیراحمدی مهمترین لابی رو داشت برای ایجاد ارتباط بین جمهوری اسلامی و آمریکا. به اعتراف خودش $100,000 از بنیاد راکفلر در این مورد بودجه میگرفت، از بنیادهای دیگه. و امیراحمدی خودش هم اعلام کرده تعارفی با کسی نداره و همه انسان‌هایی که مسائل سیاسی رو تعقیب کردن میدونن که این آقا در زمانی که خاتمی در ایران روی کار اومده بود اومد و آلبرایت رو قانع کرد که بیاد یک همچین سخنرانی بکنه، از جهت اینکه مثلا یک در باغ سبز نشون بده به اصلاح طلبانی که تازه در ایران بر روی کار اومدن و یک همراهی داشته باشه با اینها. واقعیات رو باید همه نسل‌های بعدی بدونن. واقعیت اینه، من خانم آلبرایت رو آوردم از ملت ایران سال 2000 عذرخواهی کنه برای اشتباهات گذشته اونها در ایران. آقای خاتمی و آقای کمال خرازی به من قول داده بودن که برن جواب مثبت بدن. آقای خاتمی خودش به من گفت، رفت پیش آقای خامنه ای، گفت آقای گهاج آقا ما باید جواب مثبت بدیم. آقای خامنه ای به آقای خاتمی میگه آقا وارد این میدون نشو، ما به دشمنی با امریکا نیاز داریم. فقط گفتم شما خانم آلبرایت رو آوردین که معذرت بخواد، کار بیخودی کردین، برای اینکه خانم آلبرایت اصلا نمیدونست راجع به چی صحبت میکنه و شما هم نفهمیده بودین که جریان 28 مرداد چیه. بهتر بود بیشتر میرفتی مطالعه میکرد. ما اصلا چیکار داریم به اینکه خانم آلبرایت چی میگه یا آقای هوک چی میگه؟ ما خودمون داخل آدم نیستیم، این تاریخ خودمونه. بهش نگاه کنیم، اولا کودتا بود یا نه. ببینیم لغت کودتا از کجا میاد. لغت کودتا برای اولین بار به وسیله آقای تالران که وزیر خارجه فرانسه بود مطرح شد در رابطه اقدامی که ناپولئون بناپارت که موقعی جنرال بود 1799 علیه جمهوری فرانسه انجام داد و این گروه سه نفری رو که جمهوری رو اداره میکردن که خودش هم یکی از اعضاش بود اونو منحل کرد و خودش رو کنسول اعلان کرد و بعد امپراتور. بنابراین کودتا یعنی ضربه زدن به ساختار کلی یه دولت، نه فقط تغییر یک مقام. اینا به این معنا که جمهوری تبدیل شد به امپراتوری، همه چیز عوض شد. بعد میشله نویسنده تاریخ انقلاب فرانسه از همین لغت استفاده کرد. ناپولئون سوم یعنی لوی بناپارت در 18 برومر خودش 1852 باز کودتا کرد، رئیس جمهوری انتخاب شده بود، جمهوری رو منحل کرد، خودش امپراتور اعلان کرد. و بعد از اون همیشه لغت کودتا اطلاق شده به یک عمل اقدام سیاسی که ممکنه توش نظامی‌ها باشن، ممکنه توش نظامی‌ها نباشن، که میاد رئیس کشور رو عوض می‌کنه، قانون اساسی کشور رو عوض میکنه، ساختار کلی کشور رو عوض میکنه. حالا در جریان مصدق شد. در جریان مصدق شاه که مصدق رو دو بار منصوب کرده بود با حکم شاهنشاهیش که هست، ما محمد رضا شاه و پهلوی، آقای مصدق و تیمیون، یه دفعه هم عزلش کرده بود، دفعه دوم عزلش کرد. بنابراین این کودتا نبود، نه رئیس کشور که شاه بود عوض شد، نه قانون اساسی عوض شد، نه ساختار حکومتی. یه دولت جدیدی تشکیل شد به امر شاه، به نخست وزیری آقای زاهدی که تازه خود آقای زاهدی هم فامیل آقای مصدق بود از طریق خانومش، بعد چهار تا وزیر دیگه‌ش هم اونام فامیل های آقای مصدق بودن یا وزرای خدای زاهدی. در فضل الله زاهدی وزیر کشور بود در کابینه خود آقای مصدق، نه فامیلش هم بود، یعنی هزار فامیل بودن. بنابراین نه رئیس کشور که شاه بود عوض شد.
نه قانون اساسی عوض شد، نه حتی وزرای اصلی کابینه عوض شدن. این چطوری ممکنه کودتا باشه؟ یعنی این من میگم که ممکنه بگیم کار بدی بود، بگیم شاه اشتباه کرد، مصدق خیلی آدم جالبی بود، قربون شکلش هم میرم، شاه هم بیخودی کرد، ولی کودتا نبود. یعنی اینو اولا بذاریم کنار. حتی آقای زاهدی هم پسرشون اردشیر زاهدی در کتابی که به هر حال دارن راجع به این مسئله میگن که شاه اختیار قانونی عزل نخست وزیر رو داشته، یک رأی تمایل مجلسی هم سنتاً بوده که مجلس رو خود آقای مصدق منحل کرده بود، به همین دلیل شاه فرسان تصمیم گرفت. در این 37 سال شاه 33 تا کابینه تشکیل شد با 26 نخست وزیر. هفت تا از این نخست وزیرها بیش از یه بار نخست وزیر شده، مثلا قاسم سلطنه 5 بار، ابراهیم حکیمی 3 بار، بعد مصدق و نمیدونم علا و منصور و اینا بیش از 2 بار، هر کدوم 2 بار شدن. ولی اگه نگاه کنی اون 12 سال اویدا رو اگه بذاریم کنار، متوسط سن یا دوران نخست وزیری هر کدوم از این نخست وزیرها کمتر از یه سال بوده. وزیرش مثلا فهیمی 5 روز نخست وزیر بوده، بنابراین شاه کودتا کرده بعد از 5 روز که عزلش کرده. سردار فاخر حکمت 11 روز نخست وزیر بود، بنابراین شاه کودتا کرده. یعنی میشه گفت که شاه 26 بار کودتا کرده؟ آخه نمیشه کرد. خب حالا گفتیم پس فقط و فقط این تازه دفعه اول مصدق هم که برکنارش کرده اون کودتا نبوده، دفعه دوم کودتا بوده. آخه چطور ممکنه همچه حرفی رو زنه؟ فایلی که الان میشنوید تیر خلاص بر افسانه کودتای 28 مرداد، بر افسانه کودتا خواندن اقدام قانونی پادشاه در 28 مرداد. چرا تیر خلاصه؟ از طرف بنده، سایر افراد پادشاهی خواه، سایر کسانی که علاقه خاصی به شاه دارن مطرح نمیشه. از طرف دکتر عباس میلانی که هیچ علاقه خاصی نسبت به پادشاه نداشته و نداره مطرح میشه و در صحبتهاش هم شما میشنوید که صدیقی و یاران مصدق به مصدق چی میگن در این مورد و میشنوید که مصدق چه درویی میکنه در گذر زمان. همه اینها رو در این فایل میشنوید. و بعضی مواقع من خیلی جاها این کار در برنامه‌ام کردم، خیلی ها متوجه نشدند، اومدن من رو محکوم کردن به اینکه تو طرفدار فلانی هستی که داری صداشو پخش می‌کنی. من نمی‌دونم واقعا بعضی موقع بعضی حماقت‌ها نمی‌دونم چجوری برخورد کنم، ولی در خیلی از مواقع وقتی از طرف خودی‌هاشون براشون سند ارائه بدید بسیار مهم‌تره. بشنویم تیر خلاص رو بر افسانه کودتای 28 مرداد. از لحاظ تاریخی مهم هست به نظر من این است که آیا واقعا شاه حق به عزل مصدق رو داشت یا نه؟ آیا در دوران فترت، دورانی که مجلس منحل شده، شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت یا نه؟ شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت، کودتا کننده اون نبود، کودتا کننده مصدق بود که یک حکم قانونی رو نپذیرفته بود. دکتر صدیقی مثلا به تصریح میگه که در دوران فترت پادشاه حق عزل نصب نخست وزیر رو داره. دکتر صدیقی به خود مصدق میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. مصدق میگه شاه جرأت نداره و انحلال مجلس اوضاع رو خیلی دگرگون میکنه دیگه. در سنت تاریخی و قانونی ایران این کاملا وجود داشته. دوباره دکتر صدیقی خودش میگه من به دکتر مصدق گفتم که در نمیدونم 2000 روزی که رقم دقیق میگه، من رقم دقیق شما یادم نیست، تو کتاب آوردم، میگه در این 2000 روزی که حدوداً از دوران مشروطه میگذره حدود 60% این روزها مجلس در فترت بوده و در تمام این دوران پادشاه وقت از اون اسمنه خصوصیر میکرده و قانونی هم هست، هیچ منع قانونی نداشته. در واقع اگر این امکان وجود نمی داشت عملا چرخ دولت ما می بود. مصدق هم این رو به ذرس قاطع میتونم بگم، تو من نامه پیدا کردم از خود مصدق به شاه، در واقع نه به مستقیم به شاه، به رئیس دربار نوشته، به حجیر نوشته، خطاب به شاه. وقتی که اینها تحسن میکنن در دربار، بعد از اون تحسن مصدق نامه به شاه مینویسه و میگه که الان در دوران فترت هست، مجلس نیست و شما این حقو دارید که نخست وزیر منصوب بکنید، چرا یک نخست وزیر خدمتکار منصوب نمیکنید؟ یعنی خود مصدق به تصریح اون نامه این حق رو میپذیره، دکتر صدیقی این حق رو میپذیره، سنجابی این حق رو میپذیره در قانون اساسی. و سخنرانی های دکتر مصدق در دربار، سخنرانی های شاهگان در دربار خیلی جالب گویا این هست که اینها کاملا معتقدن که شاه چنین حقی داره. خوبی هم به تصریح نامه خود مصدق هست. مصدق هم دو حرف متفاوت میزنه. در واقع شب 27 مرداد وقتی هندرسون به ایران برمیگرده، مصدق به هندرسون میگه که من حکم عزلی از طرف شاه دریافت نکردم، که این درست نیست، دریافت کرده، امضا کرده. خود دکتر فاطمی در 25 مرداد
توی باختر امروز میگه که یک چنین نامه ای بود، نمیگه حکم بود، میگه نامه محرمانه ای. دکتر مصدق دریافت کرد، میدونیم اون نامه محرمانه چیه. به هندوستان میگه که من نامه دریافت نکردم و تازه اگر هم دریافت میکردم من اجراش نمیکردم، برای اینکه من معتقد نیستم شاه حق اصل نصب نخست وزیر رو داره. بعدن حرفش رو دوباره در دادگاه نظامی عوض میکنه. اونجا ازشون پرسن شما بهتون حکم عزل دادن چرا نپذیرفتین؟ مصدق در اونجا میگه که من حکم رو تقلبی میدونستم، برای اینکه خطش یه جوری بدی بود، بعدم دیر به من حکم رو ابلاغ کردن، من فکر کردم که این حتما بوی یک کودتا میاد. در دادگاه میپذیره که به تلویح و در اون نامه‌ای که عرض کردم به تصریح متن نامه در خاطرات شایگان هست. پس یعنی میپذیره که میپذیره که شاه حق عزل و نصب داره در دوران فترت، در دورانی که مجلس نیست. غیر از ماجرای 28 مرداد، در مورد مسئله کلی دموکراسی و دیکتاتوری یه چیزی رو خدمت عزیزان عرض کنم. در جای جای صحبت‌های دکتر شاپور بختیار، طرفداران جبهه ملی و این طیف افراد مختلف ضد پادشاه، تمام مدت مسئله دیکتاتوری در زمان پهلوی‌ها مطرح میشه. ببینید، من اول مسئله کلی رو بگم و بعد اشاره می‌کنم به چند دروغی که دکتر بختیار مطرح کرده. گفتم یه جاهایی در این برنامه من واقعیت‌ها رو میگم، شاید به مزاق خیلی‌ها خوش نیاد، کما اینکه برعکسش هم پیش میاد در این برنامه، اما من باید واقعیت‌ها رو بگم. آقایون، آقای دکتر بختیار الان که در بین ما نیستی، خطاب به تاریخ باید این حرفا رو زد. عزیزان، در کشوری که اولیه سواد، یعنی سواد خوندن نوشتن، در 80% جامعه وجود نداره، در کشوری که طبقه متوسطش 15%، در کشوری که حداقل رفاه اقتصادی وجود نداره، دموکراسی یعنی سم. کشور باید به حداقل توسعه برسد تا بعد وارد بحث دموکراسی بشود. تمام کشورهای موفق که دوره در حال توسعه رو طی کردن، دو رسیدن به کشورهای موفقی رسیدن، این مراحل رو طی کردن، یک دوره اقتدارگرایانه برخورد شده در اون کشورها. ببینید، ما تجربه افغانستان رو دیدیم. یک نگاهی کنیم در حد زیر یک دقیقه که ایرانی که پهلوی ها از روز اول به دست گرفتن چه ایرانی بوده. ملت ایران فرهنگ داره. رضاشاهی که میگن جوانها، به شما میگن رضاشاه چاپید دهات ایران رو، چاپید و برد. رضاشاه دهات ایران رو خالی از مرض کرد، مالاریا رو از شمال ایران گرفت، چکلی و برال و تراخم رو از تمام ایران گرفت، فقر و بیچارگی و بیسوادی رو از ایران گرفت و خالی ریزی ایران این رو بیده کرد که دامه این رو در زمان محمد رضا شاه میبینید و تکامل اون رو های اجتماع نگاه میکنن و میگویند که بعد فرهنگ و دموکراسی و همه چیز وقتی ساخته باشه، همه چیز با این سازندگی خود به خود خواهد آمد و این نظریه نظریه محمد رضا شاه برای بوده و درست بوده. زمانی که مردم از رفاه اجتماعی برخوردار هستند، زمانی که مردم از هنر و فرهنگ به نهایت برخوردار هستند، زمانی که کشور ارتش داره و میتونه آب و خوابش رو حفظ بکنه، زمانی که همه چیز در جای خودش قرار گرفته، در اون زمان مردم خود به خود شروع میکنن آزاد اندیش باشن و به دموکراسی جنگیشن. ما توقع داشتیم که دموکراسی داشته باشیم، یعنی هر کاری که دوست داریم بکنیم، که نمونهش رو تا سال 42 در ایران به خوبی مشاهده کردیم. هر کسی نخست وزیر ایران بوده، چه اسمش قوام سلطنه بوده، چه مصدق سلطنه، چه سلطنه طباطبایی، هر کسی برای خودش یک گرد درست میکنده و از سطورهای شهرداری استفاده میکنده برای اینکه رأی اکثریت مردم ایران رو نادیده بگیره. این دموکراسی به درد ما نمیخورد و نمیخوره. پادشاهی رو خوب میدونست. دموکراسی برای چی؟ دموکراسی برای سازندگی، برای اینکه من به چیزهایی که میخوام برسم. چیزهایی که من میخواستم چی بودن؟ فرهنگ، دانش، هنر، اقتصاد سالم، ارتش کافی، مگر غیر از این بوده؟ هر موقعی که در ایران
پادشاهی بوده که به واسه قدم بسیار کوچکی حتی و به نفع منافع ملت ایران بهاره آیت الله در سفارت روس و انگلیس بس میشستن پوله رو به آنها میبردن و بیرون نمیمدن و ملت رو به خلیت مادر میکردن و به قیام مادر میکردن که علیه پادشاه و اصلاحات اقدام بکنن. این تاریخ ملت ایرانه. بپونید ببارم. بنابراین محمد رضا شاه پهلوی در کشور ما از سال 1902 به بعد این نقش رو عهده‌دار شد که ایران رو بسازه. هر آدمی هر چقدر هم که بی‌شرف باشه و هر چقدر هم که دور از انصاف رو فکر کنه می‌بینه که تکامل مملکت ما از کجا به کجا بود. برای اینا هر کی آوردن میگن ملت در بی‌سوادی و بی‌فرهنگی مرتبط بود تا اونا وارد بود. کدوم ملتی است که یک سوم مردمش به مدرسه نه به مکتب خانه برای آموختن قرآن به مدرسه و دانشگاه برن و هزاران جوان ایرانی در خارج تحصیل بکنه و این مردم هنوز این فرهنگن. اون آزادی در زمان محمد رضا شاه پهلوی وجود داشت و همونجا بود که کتابهای شریعت رو چاقو و دانشور و غیر و ذالک دست به دست میگشتن و پایه های مملکت ما رو سرخ میکردن. به شما میگویند که در زمان پهلوی ها اختناق بوده هر کسی که تحصیل کرده میبردن اعدامش میکردن. پس این همه متفکری که امروز به خارج از ایران فراخ آورده و در دانشگاه های خارج از ایران استاد دانشگاه و یا مثل من هنرمنده یا مثل آقای دکتره یا مثل دیگر از کارهای اساسی انجام داده اینا مال کدوم کشورن؟ ممکنه کسی به من بگه که این میلیون میلیون آدم تحصیل کرده ایران حداقل دو میلیونی که فرار کردن کجا تحصیل علم و دانش کردن؟ آیا فکر میکنید که این ایران با افغانستان تفاوتی داشته؟ ما عین هم بودیم. در دوره پهلوی ها اومدند و اقتدارگرایانه برخورد کردند و کشور رو توسعه دادند. اتفاقی که در افغانستان نیفتاد و بعد از اینکه در دوره اول طالبان سقوط کرد دموکراسی بازی واقعا اسم در یه حالتی که کشور در چنین وضعی اسمش میشه دموکراسی بازی. دموکراسی بازی رو انداختن منجرش رو دیدیم در افغانستان. ولی 20 سال در افغانستان وقت داشتن که زیرساخت کشور رو عوض کنن، فرهنگ کشور روش تاثیر بذارن، همه این کارا رو انجام بدن و اون کار رو بکنن که رضا شاه در 16 سال در ایران کرد و محمد رضا شاه پهلوی از سال 1120 تا سال 57 اون کار رو در ایران انجام داد. کشور احتیاج داره اول به اولیه های توسعه برسه آقای خانم ها. این واقعیته. کسی دوست نداره به وزیر نپذیره. اگر به اون اولیه توسعه نرسه این یعنی سم دموکراسی براش. و این رو هم باید گفت که پادشاه ایران از سال 1120 تا سال 27 و تا حدی تا سال 32 رسما فقط سلطنت کرد، حکومت نکرد و اون چیزی بود که با میل شما بود. اما هر آنچه خاطره خوش آبادانی واقعی در ایران هست از زمانی به وجود میاد که پادشاه کمربند کشور رو سفت کرد، اقتدارگرایانه به لحاظ سیاسی برخورد کرد و ایران رو ساخت و ایران رو آباد کرد. یه چیزی که شما باید در نظر بگیرید و من بهش اعتقاد دارم که از این جهت جبهه ملی به ایران خیانت کرد این هست که این آقایون و خانم ها هیچ وقت متوجه نشدند که نبرد اصلی در زمان پهلوی ها نبرد بین مدرنیسم و دشمنان مدرنیسم بود، نبرد بین ایرانگرایی و ارتجاع سرخ و سیاهی ها امتگرا بودند یا جهان وطن بودند بود. جبهه ملی چه خیانتی انجام داد؟ جبهه ملی با تقلیل دادن این نبرد سخت و بزرگ بین مدرنیته و ضد مدرنیته و این نبرد بزرگ بین ایرانگرایی و جهان وطنی و امتگرایی، با تقلیل دادن این نبرد به نبرد استبداد با آزادی، هم دست نمادهای مدرنیته و ایرانگرایی در کشور رو که پادشاهان پهلوی بودن بست، هم مشروعیت در سطح جهانی و در سطح داخلی بخشید به هیولاهایی که مخالف هر گونه مدرنیته بودند و یا جهان وطن بودند و یا امتگرا بودند و اینها رو آزادی خواه نشون داد. این خیانت بزرگی بود که جبهه ملی همشون انجام دادن، همه با هم از دم. یک انسان واقعا آگاه در اون مقطع می اومد و
اولویت سنجی میکرد و در نبرد حقیقی و بزرگ میرفت سمت پهلویان میایستاد. در ادامه این بحث‌های آزادی سیاسی و اینها هم پیش میومد، کما اینکه خود محمد رضا شاه در پاسخ به تاریخش گفته آرزوی من این بود که روزی ما به بحث توسعه سیاسی برسیم و این برای پسرم انجام خواهد شد. و خودش هم دیگه از سال 56 شروع کرد این کارو انجام دادن دیگه. یه مسئله خیلی مهم، ولی یه سری جزئیاتی رو که میخوام مطرح کنم که من میگم آقای دکتر بختیار دروغ میگه در موردش اینها هست. اولا اینکه آقای دکتر بختیار در کتاب پاش و در کتاب مشخصش یک رنگی خیلی واضح میگه که شاه پدر همه ما جبه ملیار در آورده بود و هیچ وقت، و مثلا داره توصیف میکنه که ای کاش زودتر به سمت ما گرایش نشون میداد و مثلا ای کاش به ما فرصت میداد که کارهامون رو انجام بدیم، به ما فرصت حضور سیاسی میداد و این صحبت ها. آقای دکتر بختیار، شما این رو به عنوان فکت میگی که شاه چنین کاری رو نکرد، اما بذارید بگم چرا دروغ میگید. در کتاب معمای هویدا آقای عباس میلانی نوشته یکی از هدفهای حسن علی منصور نخست وزیر شاه چند هفته پیش از انتصابش به مقام صدارت ایجاد ائتلافی با دست کم شماری از عناصر جبهه ملی بود. میخواست دولت ائتلافی تشکیل بده با جبهه ملی. شاه چندین بار دستش رو به سمت جبهه ملی دراز کرد که اونها رو جذب کنه، ولی ببینید چه اتفاقاتی میفته. یکیش در زمان منصور است. پیش از انتصابش مقام صدارت ایجاد ائتلافی با دست کم شماری از عناصر جبهه ملی تشکیل بده. در مذاکرات منصور با جبهه ملی هویدا که اون موقع وزیر منصور بود نقش فعالی به عهده داشت. شماری از رهبران جبهه ملی از جمله دکتر غلام حسین مصدق جزو دوستان هویدا بودند. به ابتکار منصور و هویدا واسطه اصلی این مذاکرات بین منصور و هویدا با جبهه ملی محسن خواجه‌نوری بود که هم از نخستین اعضای کان مترقی و هم از دوستان جبهه بود. از سوی جبهه ملی نقش اصلی در مذاکرات بر عهده شاپور بختیار بود. این خود حضرت عالی آقای بختیار اصلا واسطه اصلی جبهه ملی بودی برای ایجاد دولت ائتلافی و موافقش هم بودی. حالا چی شد که این اتفاق پیش نیومد؟ حالا که سران جبهه ملی با هر گونه ائتلاف مخالفت داشتند. علی امینی هم که هنوز از بازیافتن پست صدارت ناامید نشده بود به نوبه خود تلاش داشت رهبری دولت ائتلافی آینده را خود به دست بگیرد که جبهه ملی پیشنهاد علی امینی را هم رد کرد. خود جبهه ملی دست رد زد به دولت ائتلافی که خب بعدش هم دیگه معلومه دیگه ببخشید دست رد که زدن دیگه بعدش حالا هر مسئله دیگه هم که پیش اومد، ولی یکی این بود. و به قول دکتر عباس میلانی شاید اصلا روند تاریخ ایران متفاوت میشد اگر در چنین جاهایی جبهه ملی میومد میگفت اوکی دولت ائتلافی تشکیل بدیم و دست دراز کردن پادشاه ایران رو پس نمیزد. اما در مورد مثال‌های دیگه در این مورد، در مورد مثلا فروهر، هویدا به فروهر که حرفه اصلیش وکیل دادگستری است پست مشاور حقوقی یکی از وزارتخانه ها رو پیشنهاد کرد که فروهر نپذیرفت. ببینید خود دکتر شاپور بختیار جواز تناقض دیگه در کتاب دکتر شاپور بختیار از حالا این دیگه تناقضی که کتاب خودش در آورده، خودش داره میگه مسئله مراجع شاه رو به خودش داره عنوان میکنه، خودش اعتراف میکنه در یه بخش از کتابش که شخص شاه برای من پیام فرستاد که به هیئت دولت وارد شوم و یا اگر قصد خواهش شدن از ایران را دارم سفارتی را انتخاب کنم. آقای بختیار دیگه شاه باید چیکار میکرد؟ چجوری باید دستش رو به سمت شما دراز میکرد؟ جبهه ملی که دولت ائتلافی حاضر نشد تشکیل بده، فروهر رد کرده، شما خودت هم کابینه عضویت در کابینه رو رد کردی هم سفارت رو رد کردی. و حالا شاید بعضی ها فکر کنن که این مثلا یک بازی تبلیغاتی بود و در عمل دولت پادشاهی اگر اینا قبول میکردن این کار رو انجام نمیداد. نمونهش فریدون مهدویه که
در آغاز دهه 40 از مهمترین و فعالترین و جوانترین سران جبهه ملی ایران بود که پذیرفت و دست پادشاه رو گرفت و رفت عضو کابینه هویدا شد و از اعضای جبهه ملی بود. این از این مسائل که میخواستم خدمت شما ازتون عرض کنم. یه مسئله دیگه در مورد دستگیری هایی که دکتر بختیار دستگیر شد چند بار و خیلی هم هی بهش اشاره میکنه، خیلی بادی در غبغب اما میکنه که من دستگیر شدم در زمان حکومت دیکتاتوری پادشاه. ببینید، خب این دستگیری ها چند بار رخ میده، قبوله که درسته که بعد از سال 32 پسرعموی خود ایشون آقای تیمور بختیار، اگه اشتباه نکنم پسرعموشون بوده دیگه، بعد فامیل خیلی نزدیک خود دکتر شاپور بختیار که اون موقع رئیس ساواک بود و بعدها بر ضد خود شاه هم شد، ایشون رو بازداشت میکنه برای مقطع کوتاهی در بعد از سال 32. منتها یه مسئله رو باید خدمت دوستان عرض کنم، اینکه اینطوری نبود که ایشون رو به خاطر اینکه طرفدار مصدق بود و مثلا در کابینه مصدق معاون وزیر کار بود دستگیر کنن. اتفاقا خود بختیار می نویسه، شاپور بختیار می نویسه بعد از 28 مرداد، روزهای بعد از 28 مرداد 32 من فکر کردم در جای مخفی شم، برای مدت 3 روز در خانه دوستان بودم. روز سوم زاهدی، یکی از خیشان سناتور مرا، زاهدی که بعدم شده بود نخست وزیر بعد از مصدق، یکی از خیشان سناتور مرا با این پیام نزدم فرستاد که شما هیچ عمل خلافی انجام ندادید و می توانید در کابینه بعدی حضور داشته باشید. و یعنی خود دکتر بختیار رو گفتن بیا ایشون تصمیم میگیره بره نهضت مقاومت ملی تشکیل بده که بعدش توسط پسرعموی خودشون در ساواک مدتی سر این قضیه دستگیر میشه. و یه سندی هم هست که نشون میده حتی همون موقعی که دکتر شاپور بختیار اینو نپذیرفته که با کابینه زاهدی کار کنه و نهضت مقاومت ملیش تشکیل داده، حتی با این وجود تا آبان سال 33، تا آبان سال 33، از مرداد 32 حساب کنید تا آبان 33، بختیار از وزارت کار اخراج نشده بود و حقوق هم میگرفت از وزارت کار با وجود اینکه قبول نکرده بود بیاد کار کنه، باز داشت حقوق میگرفت. یعنی اینقدر دست خوش، اینقدر با این حالت برخورد شد با ایشون و با خیلی های دیگه در این جبهه ملی، با 99%. یه مسئله که خب این بوده دستگیرشون، اما مسئله دیگه که عنوان نمی کنه خودش دلیل دستگیریشو، یکیش این هست که ایشون به عنوان عامل جبهه ملی بعد از ماجرای 32 اینا، عامل جبهه ملی در ارتباط با حزب توده میشه، یعنی عامل ارتباط جبهه ملی با حزب توده. نمیخوام بگم شاپور بختیار هیچ گرایشی به حزب توده یا چپهای کمونیست داشت، نه، ولی به اونا یه سری مخالف شاه بودن، جبهه ملی هم که مخالف شاه شده بود، عامل ارتباط شاپور بختیار میشه. مبارزات سیاسی ایشون، زندان رفتن هاشون، حتی ایشون از کسانی بود که بعد از 28 مرداد خیلی راحت حاضر به همکاری با حزب توده بود و یکی از دلایل دستگیری ایشون این بود که ایشون رابطه حزب توده و جبهه ملی بود. زندان رفتن ایشون و مهمتر از همه اینها، ببینید حتی شما وقتی دولت و خب ارتباط کسی که عامل ارتباط با حزب توده بوده به این عنوان دستگیر شده، نه به عنوان این که مثلا یک آدم بوده که خواسته با شاه مخالفت عادی بکنه و مثلا با حزب توده و کمونیست ها و اینا ارتباط نداشته. و مسئله دیگه در مورد اصلی ترین دستگیری ایشون، ماجرایی است که در زمان نخست وزیری علی امینی پیش میاد، اصلا ربطی به شاه نداشت. علی امینی نخست وزیر بود و رقابت و مسائلی وجود داشته بین علی امینی که میدونیم که هم فکری وحشتناکی داشت با جبهه ملی، و سر این قضیه علی امینی دستگیرش میکنه، نه اینکه مثلا بحث شاه و این مسائل مطرح باشه. بشنویم صحبتهای رو با هم. امینی آمده بود در جلالیه یک میتینگ دادیم که اون زمان در حدود 80-90 هزار نفر جمعیت آمد، بسیار مفصل بود. قرار بر این شد که به امینی حمله نشه، جوری صحبت بشه که شاه در مقابل امینی قرار بگیره. حالا ما با امینی موافق نبودیم،
ولی گفتن به امینی حمله کردن، نتیجه اینه که فردا بزنن همه رو بگیرن و ببندن، ما نتوان کاری بکنیم. ما خواسته هامون رو عنوان میکنیم که آقا این خواسته ها رو ما میخواییم و این خواسته ها باید به اصطلاح عملی بشه. و خب آقای دکتر صدیقی صحبت کردن، آقای فروهر هم صحبت کرد، بنا شد آخری آقای بختیار آمد صحبت. بختیار اولیش آمد حمله کرد به امینی و فردا نتیجه شد که همه رو گرفتن. یکی دیگه از مسائلی که دکتر شاپور بختیار در موردش دروغ میگه، کمکی گرفتن از خود شخص پادشاهه. ببینید در کتابش نوشته که هویدا به من گفت به چه نیاز دارید. موقعی که میره هویدا رو ببینه، من جواب دادم که به هیچ عنوان از من با پادشاه صحبت نکنید، نمیخواهم زیر دین هیچ کسی بروم و درآمد کافی دارم. خودش رو یه قهرمانی نشون داده در کتابش که مثلا شاه از طریق هویدا بهش گفت کمکی میخواد، کمک مالی میخواد، بیا من بهت انجام بدم. و خیلی ایشون به حالت قهرمانوار گفته که نه این کار نکن و اینها، من زیر دین کسی نمیرم و این صحبت ها. ولی یه نامه ای از ایشون موجوده خارج از بحث کتابشون در تاریخ 12 آذر سال 43 که بختیار این نامه رو خطاب به شاه نوشته. در بخشی از این نامه نوشته شده چندی پیش از طرف ذات همایونی دستور رسیدگی و ترمیم اجحافات نسبت به چاکر صادر شده بود. داستان این قضیه چیه؟ در میان سران و جبهه و چهره های اصلی جبهه ملی درباره مسائل مالی دکتر بختیار صحبتی به میان آمده. ابراهیم کریم آبادی در منزل خواهر شاه حسینی میگوید دکتر شاپور بختیار به واسطه قروز زیادی که داشت میخواست خودکشی کند، ولی به موقع به سر وقتش رسیدن و مانع شدند. وضع مالیش خیلی خراب بود. و خود بختیار دوباره در جای دیگه میگه که تنهایی خیلی رنجم میداد و اغلب مشروب پناه میبرم و میترسم این رفیق شما یک روز معتاد شود، زیرا وضع من طوری است که به تنهایی به خیابانگردی و کافه و سینما نمیتوانم بروم و در مهمانی هم تنها رنج میبرم. وی برای غلبه بر تنهایی و سرخوردگیش به دوستان پناه میبرد. روز جمعه به اتفاق شما میخواهیم به توچال برویم. به من اطلاع بدهید که چند نفر هستید تا من خوراک و ودکای لازم را تهیه نموده و با خود بیاورم. وضع مالیش دوره خیلی بد میشه و مشروب حتی زیاد میخوره که خودش میگه میترسم معتاد به الکل بشم. اینم باید بگم در حقایق تاریخ این حرفا که میزنن برخی از مخالفین دکتر بختیار که تریاکی بود و نه، این حرفا مزخرفه. ببخشید اگه قراره هر کس که مشروب بخوره یا همچین حرفی رو بهش بزنی، من خودم چه میدونم آخر هفته شاید شراب میخورم. خیلی ها تو دارید فکر کنم ایرانی ها در این زمینه ید طولایی دارید، تمتون که دارید این برنامه رو میبینید. نه این حرفا مزخرفه. بگذاریم، یه چنین وضعیت مالی داشته. بعدن در کتاب در دامگه حادثه آقای پرویز ثابتی شما یه چیزی رو میخونید، این رو میخونید. در اوایل دهه 50 شمسی روزی منصور یاسینی صاحب شرکت شیشه قزوین نزد من آمد و گفت اسدالله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده است که شاپور بختیار را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه قزوین انتخاب و ماهی 20,000 تومان به او حقوق پرداخت کند. یاسینی از من استعلام نظر کرد که این کار را بکند یا خیر. من هم گزارش را برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصری به عرض رسید. شاه گفته بود حتما این کار را بکنید، هیچ مانعی ندارد. او همچنین از شرکت شاهنشهر اصفهان که متعلق به رشیدیان و برادران برومند بود نیز حقوق می‌گرفت. یعنی وقتی این اتفاق می‌افته به واسطه رشیدیان و چیزی که شاه فرمان میده، شما در عمل یه کاری برات میکنم که وضع مالیت خیلی خوب شد و دوباره برگردی به این قضیه. و از سال 43 به بعدم واقعا دیگه بختیار میره سراغ زندگی عادی. حالا درسته که ملاقات هایی داشته با جبهه ملی، خیلی مسائل متفاوت پیش میاد و حالا این ملاقات این کارا رو میکرده، ولی نه زندانی میره نه اتفاق میفته تا سال 56 که در سال 56 شروع دورانی است که پادشاه آزادی سیاسی داشته میداده. یه دفعه دقیقا در همون موقعی که پادشاه آزادی سیاسی میده، بختیار که دیگه گمنام هم شده بود در فضای عمومی جامعه سیاسی ایران، یه نامه سرگشادهی به همراه فروهر و سنجابی خطاب به شاه مینویسه
و در این فرصتی که شاه آزادی سیاسی داده مسائل رو مطرح میکنه، انتقادهایی رو به شاه مطرح میکنه و میگه که شما باید سلطنت کنید نه حکومت. و این نامه مثل بمب تو فضای سیاسی ایران میترکه و نام شاپور بختیار رو دوباره مطرح میکنه. این مسائل رو گفتم در مورد دورانی که شاپور بختیار فعالیت میکرد تا پیش از دوران خسروزیریش. فکر میکنم بیشتر از این فعلا نمیشه پرداخت، وقت برنامه اجازه نمیده بپردازم ماجرای نخست وزیری شاپور بختیار. خب دوستان، در مورد نخست وزیر شدن دکتر شاپور بختیار اجازه بدید که یک فایل صوتی رو با هم بشنویم از مصاحبه ایشون در تاریخ شفای ایران در دانشگاه هاروارد هست و این مطالبی که ایشون اینجا میگن کاملا درسته. یعنی من از منابع متفاوت و مختلف اینو فکت چک کردم، برای همین این فایل رو خدمت شما پخش میکنم. این رو بشنویم با هم، باز میگردیم من توضیحات طولانی تر و مفصل تری در این مورد میدم خدمتتون. آقای دکتر، اون جلسه منزل آقای حق‌شناس که شما در اونجا شرکت کردید و به آقایون اطلاع دادید که شما میخواهید که نخست وزیری رو بپذیرید، بله، که مورد اعتراض آقایون قرار گرفت، آقایون معتقدن که در اون موقع بعد از اینکه شما به این حق اطلاع دادید که شاه حاضره که از ایران بره، داشتن تصمیم میگرفتن که ترتیبی فراهم بکنن تا بتونن که نظر آقای خمینی رو هم برای قبول یک دولت ملی فراهم بکنن، چون در اون موقع میگفتن که آقای خمینی چنان وضعی شده بود در صحنه سیاسی ایران که بدون جلب نظر ایشون نمیشد کاری انجام داد و اونها معتقدن که اگر شما گذاشته بودید که کار به این صورت انجام بگیره شاید اون برخورد به اون شکل پیش نمی اومد، ولی شما در اتاق رو کوبیدید گفتید من که خودم رو به جبهه ملی نفروختم و خارج شدم. قضیه اون روز از نظر شما چگونه بوده؟ بنده اون قضیه اولا باید بتونم عرض کنم که شاه مدت ها قبل تماس با ما می گرفت، با سنجابی، با بازرگان، با بنده، با صدیقی، با انتظام، با امینی، با شاید یه اشخاص دیگری. پس یه چیزی همچنین نبود. ما یکی از ماها بایستی که بالاخره این بار سنگین رو برداریم یا قبول بکنیم. ما بین ما همه کسی که با آقای خمینی تسلیم شده بود آقای سنجابی بود، ما که نبودیم، هیچ کدام از ماها نبودیم، او تسلیم شده بود. در مجلس، در منزل آقای حق‌شناس که حتی بعد از این تسلیم هم شاه باز هم با سنجابی رو پذیرفت، سنجابی مذاکره کرد و پیشنهاد نخست وزیری بهشون کرد. اون رو من نبودم، اجازه بدید، پیشنهاد کرده بود یا نبود اون رو من نبودم، ولی آقای سپهبد مقدم ایشون را برد پیش شاه و من میدانم که ایشون خودش تقاضا کرده بود، چون ایشون در یک ویلای با گروه هر چند روزی زندانی بودند و بنده و آقای دکتر برومند که اینجا رفتیم به دیدنش، وقتی ما جانشسته بودیم آقای مقدم آمد دیدن ایشون که رئیس سازمان امنیت بود و با ایشون اتاق دیگری رفتن و در اونجا قبول کرد که بره شاه را ببینه. شاه هم در حدودی که کتابش می‌نویسه میگه دستای منو بوسید، من هیچ راجع به این مسئله تردید ندارم، چه دست بوسیدن خدا آدم کرد عادت کرد دیگه دست می‌بوسه دیگه. اما برمیگردم به چی، وقتی رفته بود اونجا مقداری صحبتایی که کرده بود خودش گفت که مقدارش که شاه گفت و خیلیش با هم می‌خوند تقریبا یک میخوند با هم، ولی وقتی که نوبت به من رسید سپهبد بدرعی تلفن کرد به من از طرف دفتر مخصوص که شما لباساتون بپوشید امشب و تشریف بیارید کاخ، بنده خودم میام با اتومبیل خودم شما رو بیارم به کاخ نیاورم. من بهشون گفتم که من همیشه حاضرم و این یک وصیتی است که مصدق کرده که ما خودمون وقت نخواهیم، ولی اگر احضار کردن بریم و اگر شاه مملکت بر طبق قانون با افراد مملکت میخواد تماس بگیره مشورت بکنه باید آزادانه ما بتوانیم بریم و من اجازه از هیچ کس هم نگرفتم البته راجع به رفتن این موضوع. رفتم اونجا و اون چیزی که نوشتم و خونده دیگه صحبت چنین کنم. فردا یا پس فردا یا روز نمیدونم دقیقا ایشون سوال از من کرد که صدیقی چطور آدمیه، گفتم سنجابی آدمی چطوری، گفتم بازرگان آدمی چطوری، گفتم تمام اینا رو اونچنان که گمون میکنم اخلاص و یک رنگی اجازه میداد نقاط قدرت و ضعفشون رو گفتم و من گفتم من صدیقی رو میخوام نخست وزیر بکنم. گفتم به نظر من این یک
برداشتید که اعلی حضرت میکنید هر چه زودتر این کار رو بکنید، برای اینکه این روز به روز این سرطان ریشه میدوان در تمام جان. از این جهت من شخصا میتوانم بهتون قول بدم من کمکش میکنم در حدودی که از دستم ساخته میشه، بدون اینکه هیچ چیز ازش بخوام، هیچون دلیلم نداره. گفت بسیار، من فردا گفتم اوشونم بیاد. اون گویا فردا شد، پس فردا شیده میدارم چه روزی رفته بود و ایشونو مأمور تشکیل کابینه کرد. چند روزی، یک هفته، روزهایی که نبایستی یک ساعتش از دست میرفت متاسفانه، تمجموج یا اقدر مقداری هم گرفتاری های آقای سنجابی یا آقای صدیه که اینجا باید به شما بگم نهایت پست فطرتی و بیشرمی را هم فروهر که خودشو شاگرد و عبد عبید سنجابی همیشه میدانست و هم آقای بازرگان نسبت به این مرد کردند. باید ایرا ضمن مدارکی که در تاریخ بمانیم که بدون هیچ جهت ما باید بدانیم یا خودمونو میخواییم یا مملکت را میخواییم و عقایدمون را معتقدیم که به دفع مملکت با حرکت بکنیم. ممکن دقیقا بفرمایید که اون کارا چی بود؟ بله عرض میکنم. وقتی که شایع شد که صدیقی مأمور تشکیل کابینه است و سنجابی نیست، چون آدم ضعیف و بدبخت همینه، خیلی معذرت بخوام چیز مستهجن میخوام بگم، اینم ضبط در تاریخ بشه، به محاکات مولانا نصرالدینی گفت نه خودش میکنه نه میذاره کسی بکنه، نه خودش جرأت به این داشت که بیاد مش بزنه رومیز و بگه خمینی غلط میکنه بیاد ایران، چنون که یه لوری به نام شاپور بختیار کرد این کار را، نه میتوانه صرف نظر بکنه و کف نفس بکنه و بگه خب حالا من نبودم یکی دیگه ممکن باشه، و اون آدم صدیقی بود. صدیقی از هر جهت ارجح بهشون بود، از سوادش، از طرفدارانی که در طبقه انتلیکتویل داشت، از آدمی بود که به نظر من لائیک بود و یه آدم لائیک طبعا سازگار بیشتره تا یه آدمی که هم دست آخون میبوسه و هم دست شاه میبوسه و از این حرکات. ایشون با فروهر و اینها نشستند و فرستادند منزل سنجابی که شما، منزل صدیقی ببخشید، که شما قبول نکنید. از این جهت به نظر من صلاح من ایش که با صدیقی که من الان چند سالم هست ندیدم او رو واقعا، هم چون اغلب دیگه منزوی شده بود میرفت به همون کرج که الان هست اونجا، مخالفت بکنید و چه بهش میدید؟ میگید دوزه، میگید بیسواده، میگید آلوده است، میگید وزیر مصدق نبوده، میگید مبارزه فقط بوده، با ما زندان میدیم یا من حالا بنده دو سال جاتر زندان بودم یه سال کمتر، این اصلی نشد، این حقیقه. و در این جلسات شورای جبهه ملی هم شرکت نکرد، هم حقش بود، خیلی شرکت نکردن، آقای زیرک زاده هم نکرد، آقای حقشناس هم نکرد، اینا هیچ کدوم نیومدن در اونجا. خب اینا با نمیتونیم نفیشون بکنیم برای اینکه نخواستن بیان، لابد یه دردی داشتن. آقای صالح نیامد، ایشون گفت نه آقا این نمیشه که ما مبارزه‌ای که میکنیم، آقای صدیقی بعد از این که نمیدارم چند سال نیامده است و فعالیت کرده. گفتم آقا شما بعد از همین جبهه چیز 42 43 بودید، امریکا 5 سال اصلا ایران نبودید، این که دلیل نشد. تازه بندم که اینجا بودم کاری که برجسته نکردم، دلیلش همین که زندانی نرفتم در این مدت. ما هر چی خواستی بهشون بگیم چیز، بعد ازش خواهش کردم، گفتم اینه که چیز کردید یه مصاحبه نکنید و به رادیو و تلویزیون اینها هم چیزی ندید، بگذارید اگر شانسی ایشون داره و توانستی کابینه تشکیل بده، این گشایشی است در کار همه، بدونی که بگی آره و نه و تمجموش. خب میذارم عقل جای دیگه است، دست با خودش نبرده عقلشو. برگشت و همون روز بعد از ظهر توی رادیو جبهه ملی اعلام میکند، فلان قطع کرد، جبهه ملی اعلام میکند، جبهه ملی که فضول مردم دیگه نیست. آقا یه شاه مملکت یه فرمانی میده به یه نفر، این قانون اساسی بهش اجازه میده ایرا آقا. این آدم هم یه آدم خوشنامیه، دوست ما بوده، هم رزم ما بوده، میخواد نخست وزیر بشه. آقا تو چته؟ به من چه؟ به تو چه؟ بیاد سر کار ببینیم اون چیزی که ما میخوایم که خیال میکنیم صحیحه انجام میده، کمکش بکنیم. اگه دیدیم نه، مخالفت میکنیم با اون مثل با دیگران. خیر، به هیچ عنوان همونطوری که با بنده عمل کردن به شدت، منتها مقابل یه آدمی بودن که عقلش دست دیگران نبود،
شروع کردن به پارازیت انداختن و آزار آقای دکتر صدیقی. دکتر صدیقی هم یه مقداری تمجموج کرده، یه مقداری هم بیچاره گرفتار بود که مختلف میدونید آدم های خوب بودند ولی جرأت آمدن جلو نداشتند خیلی هاشون. و این یکی از اون پروبلم های ما بود که خود منم دچار این پروبلم بودم. ما میخواستیم از اردو میشیم بکنیم که هیچ وقت مثلا وزیر نبوده باشم. خب چه میشه کرد؟ 25 سال مملکت گشته هر طور بوده بعد از مصدق. ما که نمیتونیم از کوچه و بازار یه نفر برداریم بیاریم. حالا چه بکنیم؟ من تا سطح معاون پایین‌تر چه نه، ولی خب هیچ وزیری رو من آرزو داشتم که امیر پرویز را وزیر کشاورزی بکنم. ولی چون در یک کابینه وزیر بود نمیتونستم این کار بکنم. حالا وقتی اون نشد شاه مرا خواست. گفت که صدیقی مثل اینکه موفق به تشکیل کابینه نمیشه و دوستان خود شما اذیتش میکنند و خودش هم دودلی نشون میده و کار باید زودتر دیگه بشه، حالا چه روزها و چه وقت هست. همونطور که نوشتم گفتم 15 روز وقت میخوام و یه شرایط مقدماتی من دارم. ایشون گفت زیاده و فلان و شرایط مقدماتی رو. گفتم پس اول اونا رو بحث بکنیم. و بنده رفتم یک روز دو روز بعد برداشتم آوردم چیزها تمامش دارن شدم و اضافه کرده بودم که برای فروکش کردن این التهاب و این وضعیتی که کنون پیدا شده توصیه این جانب مؤدبانه این است که اعلیحضرت یک مسافرتی نسبتا طولانی به خارج بکنید و یک شورای سلطنتی را مأمور بکنید که این کار را انجام بدهد. ایشون تمام شرایط را قبول کرد، البته با بحث های خیلی طولانی سه جلسه. و بعد وقتی به من گفت، گفتم که بنده 15 روز وقت میخوام، گفت که نمیشد. من رفتم پیش سنجابی، یعنی رفتیم به همین جلسه‌ای که جناب عالی اشاره بهش کرد. مرد آقای حقشناس. مرد آقای حقشناس. صبحی بود، ساعت 10 صبح. در حدود. در اونجا که عرض کردم دانشپور بود، آقای حقشناس بود، زیرک زاده بود، سنجابی بود، بنده بودم، یه نفر دیگه هم شد بود. در عزدین کاظمی بود که آمده بود از اونجا گذشته بود. مسئله رو من مطرح کردم. گفتم شاه من این چیزها را بهش پیشنهاد کردم، او قبول کرد و اگر من این کار رو نکنم احتمال داره که یه آدمی که اطمینان بهش نیست که هم افکار رو به این قاطعیت و پشت سر هم چیز بکنه. و در هر صورت شما چه میخواید؟ میخواید یه مصدقی اصیل بیاد این کار رو بکنه یا یه نفر دیگه در نظر دارید؟ سنجابی میگفت که امکان نداره، ما بایستی که از آقا دستور بگیریم. اینجا البته دیگه من نمیتونستم تحمل کنم، آقا نمیشناسم، آقا بیا آقا. گفت آقا گفته که ایشون باید بره. گفت آقا بیجا کردی، اول تعیین تکلیف برای مردم کردم، عقیدش اینه کنم، ولی من میتوانم به شما بگم حالا که شاه میره 90% اقلا. آقای زیرک زاده و آقای حقشناس واسطه شدن، گفتن شما و سنجابی دوتایی بنشینید و یک کدومتون قبول کنید به نفع دیگری. گفتم من قبول کنم و من برگشتم از اون اتاق پهلوی. گفتم آقای سنجابی من ساعت 6 باید برم پیش شما، من ساعت 6 میرم، شما منزلتون بمونید و من تقاضا میکنم که به شما تلفن بشید، جناب عالی هم تشریف بیارید همونجا. ما برای مملکت وقتی کار میکنیم خودخواهی باید بذاریم کنار و اگر شما مایل باشید بنده با کمال میل به نفع شد. گفت شاه نمیره. گفتم شاه میره، باز بهش تکرار کردم و قرار گذاشت با من که ساعت 6:30 ایشون هم توی منزلش باشه، حرکت بکنه بیاد جایی که من نشستم در کاخ نیاورون با شاه صحبت میکنم. فرصفیدید؟ این قرار ما بود دیگه. من در به هم زدن نداشتم، من که ساعت 6:30 اون روز با ایشون صحبت میکردم. خلاصه بعد از این جریان من رفتم ظهر، بعد از ظهر ساعت 3 بعد از ظهر، 3:30 بعد از ظهر بود که دیدم من تلفن زنگ زد. سنجابی آقا جناب عالی خودتون برید فرمانتون رو بگیرید، بنده نمیام. چرا نمیام؟ گفتم آقا نیام. اون وقتی که تون شدن تو خواهی نیا به درک که بیان من گوشه رو زدم. غیرجون هم یه مردی که واقعا سرش به تنش بیارزه نمی کنه دیگه. ما جبهه ملی رو برای ایران میخواییم، ایران رو برای جبهه ملی نمیخواییم و برای بند و آقای سنجابی خیلی کمتر.
دلیلی نداره. وقتی آدم نتیجه اون سیاست را میبینه باید شرم داشته باشه از حرف زدن اصلا. من در این بخش از تاریخ میخوام به دکتر شاپور بختیار درود بفرستم. به هیچ وجه نمیتونم این بخش از حرکت دکتر شاپور بختیار رو ندیده در نظر بگیرم. برخلاف همقطاران سابق خودش در جبهه ملی و گروه‌های وابسته به جبهه ملی مانند نهضت آزادی و غیره که رفتن به دستبوسی و پابوسی خمینی بابت جاه و مقام و قدرت هم این کار رو کردن، در صورتی که به طور کامل خمینی رو واقعا میشناختن و با این حرکتشون چه در داخل از کشور چه در خارج از کشور مشروعیت تمام بخشیدن به خمینی، میخوام از این بابت که دکتر شاپور بختیار برعکس اینها حرکت کرد و برعکس حرکت کلی جامعه موج به وجود اومده در جامعه در بین روشنفکران چپ و گروه‌های دیگه تکنوکرات و ارتجاع سیاه حرکت کرد، از این بابت واقعا بهش درود میفرستم. شهامت میخواست و کار بزرگی بود، میتونست خیلی راحت عافیت طلبی پیشه کنه، احتمال اینکه در دوران بعدی حکومت خمینی به قدرت برسه کاملا وجود داشت. اون زمان اینها هم فکر میکردن که دیگه به قدرت کامل میرسن، اما دکتر شاپور بختیار روی اصول خودش ایستاد. و من این رو هم باید بگم که در انتهای برنامه بعدی که قسمت دوم مستند دکتر شاپور بختیار خواهد بود، بعد از اینکه کل مسائل در مورد شاپور بختیار مطرح بشه، من خیلی صادقانه نظر خودم رو در مورد دو تا طیف عقیدتی نسبت به ایشون مطرح میکنم. یکی کسانی که ایشون رو به شدت میکوبند و من کاملا از زاویه دید و نگاهشون آگاهم و میدونم که از چه جهت این صحبت ها رو مطرح میکنن، ایشون رو مقصر بزرگی میدونن در مسائلی که پیش اومد در ایران. و یک گروه دیگه هم کسانی هستن که ایشون رو بهترین فرصت تاریخ ایران میدونن و سمبل ملی گرایی میدونن و مسائل متفاوت. در مورد هر دو طیف فکری بنده نظر خودم رو واضح و روشن و صادقانه با شما عزیزان در انتهای برنامه دوم پس از اینکه کل مسائل مربوط به دکتر بختیار مطرح شد مطرح خواهم کرد. ما سالها و سالها دنبال یک مسئله بودیم، اجرای قانون اساسی، اجرای حاکمیت ملی، اجرای اگر حالا شانه خالی بکنم و بگم آقا حالا دیر شده بنده عذر میخوام، این علامت خوبی نبود. آدم به نظر من مبارز کسیش که در شرایط سخت قبول مسئولیت میکنه و این هست که بنده گمان میکنم که اگر 5% بود میبایست قبول بکنم و قبول کنم. بنده معتقدم با تمام این گرفتاری ها، با تمام اشکالات، با تمام نابسامانی هایی که من داشتم و تحریکاتی که حتی از طرف این بدبخت روشن فکران که حالا هر کدام زیر یک ستاره هستن یا بعضی ها در زندان، بعضی ها اعدام، بعضی ها، اگر اینها اینقدر بر علیه من روی حسادت، روی بغض، روی اینکه چرخ کنم به هر دلیل و تقدیر اقدام نمی کردند، باز شانس بسیار زیاد. قبل از اینکه من بخوام توضیحاتی بدم میخوام یه مسئله رو برای شما باز کنم در مورد وضعیت کشور. ببینید متاسفانه ما ایرانی ها اکثر موقع ها انگشت اشارمون فقط به سمت مقابل هست، هیچ وقت به سمت خودمون بر نمیگردونیم. ما که هیچ وقت مقصر نبودیم و نیستیم، حتما تقصیر از طرف یکی دیگه است. و من میبینم که در فضای سیاسی امروز ایران با توجه به مسائلی هم که در افغانستان پیش اومده، یک سری مار افعی، یک سری کسانی که فقط به دنبال تخریب پهلوی ها هستن، تلاش میکنند که یک سری القاعات خودشونو خیلی زیر پوستی به جامعه تزریق کنند. ببینید عزیزان، واقعیتش این هست که در این مقطع تاریخ هر اتفاقی که فکر کنید در کشور ما گذشته، در یک دوره پادشاهان اوائل برخوردهایی داشته واقعا با کسانی که تظاهرات انجام میدادن، ما ماجرای کشته شدن افراد رو در شهرهای مختلف داشتیم که هی 40مشون رو در شهرهای دیگه برگزار میکردن،
ما ماجرای 17 شهریور رو داشتیم، ما مسائل مختلف رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به این مقطع. در این مقطع باید حقیقت تاریخ کشور ما رو فهمید که بعضی ها چه مقایسه هایی میکنن، چه کارهای کثیفی میکنن. مردم عزیز ایران، وضعیت مملکت ما رفته بود رو هوا. بعد از سینما رکس، بعد از آتش زدن سینما رکس به دست خود این حضرات و بعد از مسائل مختلف که پیش میاد، موج اعتصابات کشور رو فلج کرده. یعنی واقعا شرکت برق از یه طرف، شرکت نفت از یه طرف، در فایل های محرمانه شورای امنیت که بخشش رو پخش میکنم براتون، شما میبینید که اصلا حتی هواپیمایی در کشور در وضعیت اعتصاب در دورهای بدتر قرار میگیره و اصلا مملکت فلج شده. در مقابل پادشاه همه قرار گرفتن. این واقعیت تاریخ اون زمانه. چیزی که در اون زمان اتفاق افتاد رو بعدها بر اساس حقیقت تاریخ بهش ما میگیم شورش 57، ولی در زمان خودش نامش متاسفانه انقلاب مردمی شده بود. ببینید، یک فردی برای اینکه بخواد بیسته و مقاومت کنه باید از یک جهتی خودش رو متکی ببینه، یا باید به نیروهای خارجی خودش رو متکی ببینه، یا باید به نیروی مردم خودش رو متکی ببینه. در میان نیروهای مردم باید یک طیف اجتماعی گسترده، نه اینکه اکثریت خاموش باشن، واقعا پشت نفر وایستن که طرف بخواد جلو همه بیسته به اتکای به اونها. در این مقطع تاریخ عزیزان من، حقیقت اینه، چپ ها که از یه طرف ارتجاع سرخ، سیاه ها و ارتجاع مذهبی که از یک طرف، و گروه هایی که به اصطلاح روشنفکرانه، منظورم روشنفکران چپ و اینهای معروف نیستن، به اصطلاح روشنفکران سیاسی بودن، نام ملی به خودشون گذاشته بودن، نام انسانهای نمیدونم مثل جبهه ملی، مثل گروه های دیگه، این گروه های تکنوکرات مستقل، اینها هم حتی به شاه جلو شاه ایستادن. اینها که سهل، اقلیت های مذهبی، من تو اون آرشیوی که خدمتون عرض کردم، اقلیت های مذهبی، زرتشتی ها، یهودی ها و آشوری ها، همه اینا تظاهرات میکردن ضد شاه. شاه در مقابل خودش ملتی رو میدید که هر چه اقدام داشت انجام میداد، اینا فقط میخواستن شاه بره. این واقعیت اون زمان تاریخ ماست. بعضی ها الان نشستن، ببینید چقدر کثیفن، که مثلا دارن مسئله افغانستان رو مثلا دارن با ایران زمان پادشاه مقایسه میکنن. در افغانستان چه اتفاقی افتاد و در ایران چه اتفاقی افتاد؟ در ایران ملت، من متاسفانه ها رو بذاریم کنار، واقعیت رو بگیم چه اتفاقی در اون زمان افتاد. ملت میگفت شاه برو، ملت فریاد میزد آرتش شاهنشاهی، تفنگت را زمین بذار، سلاحت را زمین بذار، آرتش شاهنشاهی برگرد به سمت ما. در افغانستان ملت فریاد میزد دولت نرو، آرتش کجایی؟ تفاوت این دوتا میدونید چیه؟ در یک جا در ایران سال 57 مردم قهرمانان خودشون رو یا میخواستن اخراج کنن یا بعدن سر بریدن بعد از شورش 57. در افغانستان قهرمانی وجود نداشت به صورت کلی که بخواد از مردم در مقابل طالبان حمایت کنه. آخه اینا چه ارتباطی با هم داره؟ فقط میخواید پهلوی رو بکوبید؟ شاه در یه وضعیتی قرار گرفته بود که میدید همه ملت، روشنفکران طبقه متوسط، چپ‌ها، مذهبی‌ها، اون کسانی که سیاسیون ملی‌گرا بودن، همه میگفتن برو. شاه در موقعیتی قرار گرفته بود که خودش در باز این آرشیوی که من پیدا کردم داره میگه آقا من مردم مثل این که به این نجات رسیدن، مثلا فقط تنها راه نجات مملکت اینه که من برم. آیا در افغانستان چنین بود؟ آیا در افغانستان مردم میخواستن که دولت بره؟ یا مردم
دقیقا برعکسش بود. در زمان شورش 57 در ایران مردم فریاد میزدند آرتش به ما بپیوند، آرتش سلاحت رو بذار زمین. تو افغانستان مردم فریاد زدن اصلا آرتش کجایی؟ چرا اینطوری میکنن بعضیا؟ من میدونم چرا، چرا برخی ها اینقدر ساده اند که فریب این جعبسازی ها رو میخورن. من نزدیک 5 ساعت فایل های صوتی جلسات شورای امنیت رو در زمان پادشاه گوش دادم. یه چیزیش وحشتناک بود برای من، یه جاش که اگر اشتباه نکنم سپهبد رحیمی، مهدی رحیمی، یه جا برمیگرده میگه که ما هر کسی هم که دستگیر میکنیم میفرستیم برای قضات، قاضی ها بلافاصله آزادشون میکنن. از همین شورشیان 57 رو، یعنی قاضی های مملکت هم ضد شاه میخواستن شاه بره. وضع اینطوری بوده اون موقع ایران. من از کسانی که امروز دارن این قیاس ها رو میکنن بین دولت دزده، دولت بیراده افغانستان با دولت شاهنشاهی ایران، یه سوالی دارم. آیا روزی که دولت رفت در افغانستان و روزی که طالبان حاکم شد، مردم عادی کوچه بازار چنین چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه محجبه، چه غیر محجبه، چنین عکس العملی نسبت به رفتن دولت نشون دادند که در زمان شاه نشون دادند که شما این مقایسه ها رو میکنید؟ شاه از هیچ گروه خاصی در داخل از کشور حمایت نمی‌شد و همه میگفتن برو. آرتش رو همه بهش میگفتن که سلاحت رو بذار زمین، به مردم بپیوند. ببینید، حد این بخش، میگم یه آدم باید پشتوانه‌ای داشته باشه دیگه، این بخش مردم، خارجی ها هم که بعد از جنگ بزرگ نفتی پادشاه با آمریکا و مقابلش با گلوبالیسم جهانی، اونها هم که در عمل ضد شاه رفتار میکردند و اصلا پشت شاه نبودند که هیچ، حالا برعکسش هم بود، ضد شاه هم رفتار کردن در عمل، اینا بعدن دیگه ثابت شد. یعنی آخه ببینید، اینجاست که میگم، یه چند دقایق پیش تو برنامه گفتم که جبهه ملی در این مقطع با وجود اینکه میدونست که نبرد اصلی این وسط بین مدرنیته و ایرانگرایی با ضد مدرنیته و جهان وطنی و امتگرایی اومد و مشروعیت بخشید به این طرف و اینا رو آزادی خواه عنوان کرد و این نبرد رو تقلیل داد به نبرد استبداد و آزادی. من تصور میکنم که نظر آیت الله خمینی با اصول دموکراتیکی که ما اعلام میکنیم، اعلام کرده ایم و میکنیم، یعنی جمعیت های آزادی خواه ملت ایران اعلام میکنن، تفاوت زیادی نداره. حداقل کسانی مثل جبهه ملی، سیاستمدارانی مثل این میتونستن اگر شعور و آگاهی داشتن در این مقطع در کنار شاه قرار بگیرن که شاه حداقل پایگاه اجتماعی داشته باشه. همه اینها رو بذارید در کنار اینکه پادشاه بیمار بود و مسائل مختلف دیگه هم بود، تا یه جایی همونطور که عرض کردم پادشاه ایستاد، کشته هایی داد این شورش، این اتفاقات افتاد، از یه جایی به بعد دیگه باید فرمان میداد که آرتش از بالا بمباران کنه شهرها رو، کاری که بشار اسد کرد در سوریه و نتیجه کاری هم که بشار اسد کرد در سوریه این شده که سوریه برای همیشه تجزیه شد. نقشه فعلی سوریه رو ببینید، بماند که یک سوم مردم کشته شدن، نیمی از مردم کشور سوریه آواره شدن در سراسر جهان و چندین
چندی میلیون انسان کشته شد، سوریه تجزیه شد به خاطر رفتار بشار اسد. در عمل دیگه هم به حالت قبلی باز نخواهد گشت. این واقعیت ها رو باید دونست. بعد هر چی از دهنش در میاد بگه. آخه بالاخره پادشاه ایران باید به یک چیزی، وقتی همه ملت بهت میگن برو و هیچ پایگاه قوی اجتماعی نمیبینی، حتی قضات کشور این رفتار رو انجام میدن. باز یه جای دیگه در فایل های جلوتر من شنیدم که یه هواپیما تو کشور نمیتونست پرواز کنه، همشون اتصاب که رادارهای کشور، رادارهای عادی کشور، فقط چند تا رادار نیرو هوایی کار میکرد در کشور. در حقیقت فقط ارتش وایستاد در کنار پادشاه در اون مقطع. اینا رو لازم بود بگم، ببخشید. اما چه اتفاقی میفته؟ قبل از اینکه بختیار بیاد، خب مذاکراتی با صدیقی انجام میشه. صدیقی یکی از پاکترین و وطن پرستترین افرادی که من میشناسم. یعنی با وجود اینکه عضو جبهه ملی بود، با وجود همه اینها، شخصا یک انسان بسیار بزرگ و بسیار وطن پرست و بسیار فرد درخشانی در تاریخ ایران بود. فرد خوشنام که خوشنام بود، هست و خواهد موند در تاریخ. یه جمله هم بهتون بگم از صدیقی، از این جملاتی که میشنوید مثلا توی جای مختلف مینویسن زیرش نامه یکی رو میزنن، این حقیقت داره که صدیقی در یک دانشگاه، در دانشگاهی که درس میداد، خطاب به دانشجوی انقلابیش میگه که اون طرف میگه که تو چرا انقلابی نمیشی، چرا از انقلاب دفاع نمیکنی؟ میگه که این انقلابیون اگر به قدرتشون برسند، کاری رو که اعراب کردن و کاری رو که مغول کردن، از جفت اونا رو همدیگه هم با شما بدتر خواهند کرد. این همچین شناختی داشت. صدیقی مذاکراتی رو با شاه مطرح میکنه که دو تا عامل به طور همزمان و واقعیت اینه که دو عامل باعث میشه که نتیجه گیری انجام نشه و صدیقی نخست وزیر نشه. یکی از این عوامل این است که جبهه ملی مخالفت شدید میکنه با صدیقی و در عمل امکانی پیدا نمیشه برای صدیقی که ساپورت جبهه ملی رو به دست بیاره. اولا اینکه صدیقی اون جسارت بختیار رو نداشت و اون حالت رو نداشت و اعتقادم داشت تا زمانی که اوکی جبهه ملی رو نگیره، اگر خودش بخواد یه تنه وارد عمل بشه، نتیجه نخواهد گرفت، شکست خواهد خورد قطعا. بنابراین یه مسئله که پیش میاد اینه که سعی به پادشاه زمان میخواد و این مسائل میخواد، از پادشاه زمان میخواد تا بره اینها رو راضی کنه و زمان اون موقع وجود نداشت. یعنی یکی از مسائل اصلی که کار با صدیقی به نتیجه نرسید اینه که صدیقی نتونست در جا این قضیه رو بپذیره و فقط میخواست جبهه ملی رو هم قانع کنه. آدمی هم بود که به قول خود بختیار که درستم میگه، مثل خود بختیار نمیتونست تو دهن جبهه ملی در اون مقطع بزنه و بگه که نه من کار خودم رو میکنم. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه هم این که خب صدیقی خواستار عدم خروج شاه شد. یه نکته ظریفی در مورد درخواست صدیقی وجود داره مبنی بر عدم خروج شاه که خیلی‌ها به اون دقت نمی‌کنند و اون این هست که صدیقی درسته به شاه میگه تو بمون در کشور و برو در یک شهر دیگه، اما در عین حال ازش میخواد که شورای سلطنت هم تشکیل بشه. معنی قانونی این قضیه میدونید یعنی چی دوستان؟ یعنی اینکه شاه وقتی در حضور خودش در کشور شورای سلطنت تشکیل شده، یعنی صلاحیت پادشاهی رو نداره. یعنی به لحاظ فکری این فرد حائز صلاحیت پادشاهی نیست و در حضور خودش شورای سلطنت باید مملکت رو بگردونه. و کسی که 37 سال اون هم برای کشور خدمت کرد و مسائل مختلف وجود داشت، شاید هیچ کسی هم قبول نمی‌کرد که این کارو بکنه. ترجیح میده که بره کامل تا اینکه صلاحیت خودش رو به عنوان پادشاه بخواد زیر سوال ببره با انجام این عمل. و این خیلی بار منفی داره این قضیه. این مسائل بود. بالاخره عرض کردم که صدیقی رام جبهه ملی هم همکاری نکرد و ایشون نتونست این کار انجام بده و توافق نرسیدن. افراد متفاوت دیگری هم در این مدت میان با شاه مذاکره میکنن. حالا خیلی اسم ها هست،
افراد زیادن، یکیش هم سنجابیه که پادشاه سنجابی هم باش مذاکره میکنه. منتها سنجابی از اونجایی که رفته بوده پابوس و دستپوس خمینی، میاد رسما به شاه میگه که من باید نظر خمینی رو هم جلب کنم دیگه، نمیشه همچین اتفاقی بیفته دیگه، تا اینکه ماجرای شاپور و بختیار پیش میاد. من در مورد ماجرای شاپور و بختیار میخوام الان یه صحبتی باهاتون بکنم و اون بحث شهبانو فرح پهلوی هست در این مقطع. ببینید، من در اینجا میخوام مسائلی رو مطرح کنم که شاید یه بخش کوچیکیش ربطی به موضوع برنامه نداره، ولی میخوام که مطرح کنم. تئوری پردازان، داستان سرایان و افراد متفاوت حرفای متفاوت میزنن. معمولا هم اینها آدمهای بسیار به لحاظ حد و اندازه سیاسی، کوتوله سیاسی هستن. چیزی غیر از این نمیشه بهشون گفت. چه داستان‌هایی ساختن؟ شهبانو فرح پهلوی عامل کاگبه بوده، عامل کمونیسم بوده، این صحبت ها. ببینید دوستان، امیدوارم یک روزی من قبل از اینکه بمیرم، قبل از اینکه زیر خاک برم، قبل از اینکه در گور بخوابم، شاهد این باشم که جامعه ما به اسناد بیشتر از چرندیات اهمیت بده. من در مورد بحث کمونیست بودن شهبانو فرح پهلوی برای شما یه قسمتی از کتاب اسناد میتروخین رو میخونم و عکسش رو در صفحه کنار شما قرار میدم. ببینید از آن اسناد میتروخین، آرشیو اسناد سازمان کاگبه، سازمان اطلاعات امنیت شوروی هست و قرار نبود هیچ وقت هیچ زمانی اینها به چاپ برسه. بعد از سقوط شوروی اینها به دست غربی ها افتاد و به چاپ رسید. هیچ وقت قرار نبود اینها به چاپ برسه. اینها گزارش کاگبه است، نه خزعبلات و داستان سرایه یک سری آدم. کاگبه نتوانست درک کند، اسناد میتروخین، کاگبه نتوانست درک کند که او همانطور که بار آورده شده بود یک سلطنت طلب باقی ماند. فرح دیبا اگرچه به تظاهرات هواداران الجزایر رفت در دوران دانشجویی تا به گوش و کنایه ها در مورد اینکه او جرأت این کار را نداشت پاسخ گوید، اما خود بعداً یادآور شد دیدگاه جهانی دوستان کمونیست و طرفدارانش را وحشتناک و سخت ملالت بار می‌یافت. به مجرد اینکه فرح دیبا در سال 1959 ملکه ایران شد، روشن شد که کاگبه درباره او غلط داوری کرده بود. قبل از این بخش داره در اسناد نتیجه گیری اسناد کاگبه عنوان میکنه، قبل از این که ما اون اول به خاطر اینکه دوستان ایشون در دوره دانشجویی چپ بودن فکر میکردیم که ایشون هم چپه. اینو تو پرانتز از خودم بگم، نه از اسناد کاگبه، که دوستان مرحوم امیر عباس هویدا هم همه چپ بودن موقعی که ایشون در فرانسه بود. به هر حال کاگبه میگه ما فکر میکردیم ایشون هم چپه. گزارش یک پادشاهی خواه نیست، نتیجه گیری سازمان کاگبه است که هیچ وقت قرار نبود آشکار شه. نتیجه گیری کاگبه میگه به مجرد اینکه فرح دیبا در سال 1959 ملکه ایران شد، روشن شد که کاگبه درباره او غلط داوری کرده بود. و بعدش دیگه توضیح میده افرادگیرهای ملکه جدید نه در سیاست بلکه در زاغه هنریش خود را نشان داد و آخوندها از این زاغه هنری خوششون نمیومد و این مسائل. خدایا یک روزی برسه، اگر خدای وجود داره، یک روزی برسه که ملت ما اسناد رو بپذیرند به صورت کامل، نه داستان سرایی هر کسی که از شکر مادرش زاده شده میخواد خودشو بالا بکشه، بالا کشتن خودشو در تخریب بقیه میبینه. من نمیدونم وقتی کاگبه نتیجه گرفته که در مورد شهبانو 100% مطمئنه که ایشون آنچنان که بار آورده شده بود یک سلطنت طلب باقی ماند، بقیه چه مزخرفی دارن میگن. این یه بحث، اما یه بحث دیگه. من در مورد خود شاپور بختیار گفتم که با نفرت در مورد شاه قضاوت کرده و حرفای متفاوتی رو در کتابش بر ضد شاه نوشته که کاملا نشان دهنده نفرته تا حقایق. یه کینه این وسط وجود داره، یه کینه شخصی تا یه حدی وجود داره که اون کینه از دید بنده اعدام پدر
شاپور بختیار توسط پدر محمد رضا شاه، رضا شاه، شخص رضا شاه بزرگ. همین قضیه در مورد یک سری از مطالب، نمیگم همش، ولی یک بخش زیادی از مطالبی که آقای هوشنگ نهاوندی هم نوشته در کتابش وجود داره. این برنامه رو میبینید تموم میشه میره، قضاوت‌های خودتون رو میکنید، ولی از من برادرانه بپذیرید، از من به عنوان یک راهنمایی، به عنوان برادر کوچکترتون یا بزرگترتون بپذیرید. وقتی در یک کتابی میبینید که یک فردی فقط و فقط داره به یه فرد دیگه حمله میکنه، وقتی حالا کتابای مثلا جمهوری اسلام، یعنی پروپاگاندای 20 و 30 و اینا رو کار ندارم، حالا در مورد یه آدمی که حالا بعضی هم شاید قبولش داشته باشن یا حتی اصلا با میلتون باشه، یه آدمی که خودتون دوستش دارید، حتی وقتی یه کتابی نوشته داره در یه کتابی فقط و فقط تخریب میکنه، فقط و فقط حمله میکنه، برید با خودتون فکر کنید و ببینید که آیا کینه شخصی وجود داره یا نداره. من در مورد هوشنگ نهاوندی این رو متوجه شدم که در کتابهاش داره بختیار رو وحشتناک میکوبه و نوع کوبیدن بختیار در کتابهای هوشنگ نهاوندی نشان دهنده یک کینه است. و وقتی که داشتم آرشیو روزنامه ها، اصل روزنامه های سال 57 رو که بررسی میکردم، به یک تصویر برخوردم که خودم قبلش ازش آگاهی نداشتم و متوجه شدم که در 15 بهمن 57 آقای هوشنگ نهاوندی توسط شاپور بختیار دستگیر میشه و به طور قطع به یقین اگر در 22 بهمن فرصت فرار براش پیش نمی اومد بعد از اینکه زندان آزاد شد، یعنی در زندان ها باز شده بود و تونسته بود فرار کنه، اگر این فرصت پیش نمی اومد، آقای دکتر هوشنگ نهاوندی اعدام میشد. و من، حالا شما میتونید این قضاوت نکنید، من الزامی نمیبینم که هر جوری که من فکر میکنم شما هم فکر کنید، من این رو دلیل کاملا موجهی میبینم برای این کینه نسبت به شاپور بختیار که در مصاحبه هایشون هست، در کتاب هاشون هست و در مسائل مختلف هست. درباره پیشنهاد شاپور بختیار به پادشاه، شهبانو فرح پهلوی توضیح میده که تیمسار مقدم و تیمسار اویسی در مصاحبهش با بی بی سی عنوان میکنه که اینها اومدن و به من بحث شاپور بختیار رو مطرح کردن و من با شاه در میون گذاشتم. اون موقع بختیار نپذیرفته بود بیاد کاخ و با صلاح دید پادشاه قرار شد که من در منزل سمسام بختیاری بریم و ببینم شاپور بختیار رو، و این چند روز قبل از نخست وزیریش بوده و این مسائل و هر گونه مسئله دیگه رو ایشون قاطعانه تکذیب میکنه. هوشنگ نهاوندی مسئله رو در کتاب عنوان میکنه که شهبانو قاطعانه اینا رو تکذیب کرده و عنوان کردش که اصلا خیلی هم بد گفته که اصلا هوشنگ نهاوندی برای چی داره این حرفا رو میزنه، و اگر یک آدم دشمنی سیاسی با کسی داشت باز یه چیز منطقی تری بود. خیلی متاسفم برای کسایی که دروغ می نویسن در کتاب هاشون، یعنی قاطعانه رد کرده شهبان. مسئله که در کتاب هوشنگ نهاوندی مطرح میشه دوستان، اگر اون کتاب رو دقیق بخونید، هیچ چیزی نیست غیر از این که من میدونم، من اطلاع دارم. یه جا فکت میاره از محمد علی قطبی دایه شهبانو و میگه که اونم به من گفت که روزی که این کتاب چاپ شد ایشون در دنیا نبود، نمیتونست تایید یا تکذیب کنه. من یه سوالی دارم آقای هوشنگ نهاوندی، شما از کجا میدونید؟ شما که اون زمانی که این اتفاقات افتاده و شما مطرح میکنید رئیس دفتر شهبانو نبودید، مسئولیتی در کنار شهبانو نداشتید. من فرض رو بعدش عنوان میکنم ولی میخوام اینا رو بدونید دوستان. شما اون موقع مسئولیت در قبال شهر، من نوعی باید از کجا بپذیرم که شما میدونیدتون از کجا میاد؟ یه طوری با جزئیات مسئله رو مطرح کرده آقای هوشنگ نهاوندی، من نمیدونم. ایشون که شهبانو که رد میکنه، ایشون هم که هیچ مسئولیتی اون موقع نداشته، رئیس دفتر شهبانو نبوده. من نمیدونم این با رو چه حرفی من باید این مسئله ایشون رو بهش استناد کنم که ایشون میدونند. یه دونه شاهد میارن که اون شاهد هم که موقعی که این کتاب چاپ شد در این دنیا نبود. حرفای ایشون رو میشه برداشت کرد از یک نکته‌ای که در کتاب شاپور بختیار است، که شاپور بختیار میگه من 3 ماه قبل
شهبان رو دیدم. و میشه کاملا این رو برداشت کرد که ایشون این رو گرفته، این نکته رو برداشته، خودش بهش بالو پر داده و شروع کرده یه سری داستان از خودش گفته. برای اینکه ایشون مسئولیتی نداشته اون موقع در قبال شهبانو، اصلا کاره نبوده در قبال شهبانو که اینطور با جزئیات مسائل شهبانو رو بدونه. شاپور بختیار تا دلتون بخواد در کتابش، حالا جلد یه سری رو گفتم جلوتر بریم، هم خیلی مسائل دیگر مطرح میکنم، دروغ کم نگفته شاپور بختیار در کتابش. این یه بخش داستان، یعنی این یه واقعیت. ببینید من میخوام همه دیدها رو خدمت شما عرض کنم، اما بیایم یه فرض دیگه ای بگیریم. بیایم فرض بگیریم که نه اصلا این دیدار انجام شده. ببینید من یه سوالی ازتون دارم، در اون وضعیت کشور در اون زمان همه کسانی که اطراف شاه بودن، از نخست وزیران پیشین تا نزدیکان تا اقوام تا حتی نظامیان تا آقای مقدم تا آقای اویسی تا افراد مختلف تا اردشیر زاهدی، تا همه افتاده بودن به تقلا برای نجات کشور، یعنی برای اینکه یه نفر رو پیدا کنن بیاد مسئولیت نخست وزیر رو بپذیره. هر روز 100 تا پیشنهاد به شاه میشد، هر کسی راه حلش و پیشنهادش و فرد مورد نظرش به شاه معرفی میکرد. انواع دیدارها رو همه با همه انجام دادن. چرا فکر میکنن بعضیا که شهبانو نه با بختیار، با ده ها نفر دیگه دیدار نباید داشته باشه در اون موقعیت و تلاش خودش رو نکنه که در اون وضعیت به نوبه خودش راه حلی برای نجات کشور پیدا کنه؟ کاملا محتمله. من بر فرض میگیرم، اینو فقط به عنوان فرض کسانی که اینو باور دارن میگم، چون نظر من چیز دیگری است. بر فرض که شما راست بگید، شهبانو نخواد اون دیدار اولیش رو با بختیار مطرح کنه، شهبانو فرض رو بر این بگیریم که اصلا این دیدار رو انجام داده و نخواسته بعدم، چرا نخواسته بعدم مطرح کنه؟ برای اینکه در فضای سیاسی جامعه ایران بالاخره شاپور بختیار نتیجه مثبتی نگرفت دیگه. همه تقصیرها رو یک کشور نیاد بندازه گردن یه نفر. جامعه ما هم که ماشاءالله جامعه آلمان و فرانسه و آمریکا و یه کشور فلان نیستش که بیان بشینن قشنگ بدون حب و بغض بدون چیزی تحقیق کنن. همش انگشت اینطوری اشاره دارن به سمت اینکه یک رو پیدا کنن همه حوار تاریخ رو بندازن سر اون. میشه واقعا، یعنی شما خودتون، یعنی میشه اینها رو در نظر گرفت؟ چی به چه نتیجه میخوان برسن؟ یعنی میدونید حرف من در ادامه داستان اینه، میخواید بگید که شهبانو این کار رو کرد مخفیانه، یه اتفاق عجیبی اون پشت انجام شد، این کار کرد که چی؟ وقتی با این افراد صحبت میکنیم که چرا اصلا باید یک همچین مسائلی باشه، چرا باید مثلا شهبانو از دید شما که این داستانها رو بافتید و اینها، چرا باید یه همچین اتفاق بیفته؟ جواب میدن که شهبانو میخواست شاه رو کنار بزنه، خودش به قدرت برسه. یه سری دیگه شروع میکنه تئوری جدید بافتن. در این زمان برای هر آدم آگاهی فارغ از دید سیاسی سوال پیش میاد. اصلا فرض کنید که شهبانو اصلا یه آدمی بود که از شاه هم خوشش نمیاد، فرض محال رو دارم صبح خوام ببینید، میخوام به این نتیجه برسیم واقعا سر این قضیه. شهبانو که تمام زندگیش تا آخرین لحظه هم کنار شوهرش ایستاد، این همه به مملکت خدمت کرد، این همه به شوهرش خدمت کرد، این همه عشق به این مردم داد، حالا کاری به اینا نداریم، واقعا انقدر این آدم ها بد ذاتن این حرفا رو میزنن دیگه، ولی به هر حال که چی؟ خب شهبانو که شوهرش بیمار بود، در هر صورت پادشاهی که سرطان داشت فوت میکرد و طبق قانون اساسی مملکت شهبانو به قدرت میرسید و بعدش هم که پسرش به سن رشد میرسید میشد پادشاه بعدی. چرا باید بزنه زیر همه چی؟ چرا باید بگیره مثلا اون داستانهایی که میبافن؟ چرا باید شرایط استیبل رو یک همچین آدمی از بین ببره و کار رو به یه همچین جایی برسونه؟ پاسخ ندارن بدن، مجبور میشن برای اینکه اون پازل چرند خودشون رو تکمیل کنن بگن پادشاه پیش از خروج از کشور بیمار نبود، مریض نبود، پادشاه سرطان نداشت، پادشاه
این حرفی که میزنم رو یکی از همین داستان سراها در یک لایوی خطاب به خود من زل زد، با قاطعیت گفت که پادشاه قبل از خروج از کشور بیمار نبود، به خاطر همین شهبانو این کارها رو انجام داد. من فیلم اون لایو رو برای شما الان وسط این مستند پخش نمی کنم، برای اینکه سطح این مستند نمیخوام انقدر بیاد پایین که اولا بخواد یه حالت جوابیه دو طرفه بشه، ثانیا که سطح این آدم در حدی نیست که من در این برنامه بیارم. ولی این تیکه‌ای رو که دارم به شما میگم که زل زد به من در لایو، گفتش که پادشاه بیمار نبود خارج از قبل از اینکه از کشور خارج شه و بعدش بیمارش کردن، رو در تلگرام هم خواهم گذاشت. پس الان فقط برای این داستان سرای اینها این راه حل براشون وجود داره که بگن پادشاه بیمار نبود دیگه. برای اینکه اگر پادشاه رو بپذیرند همه که بیمار بود، هیچ آدمی ببخشید معذرت میخوام اگر جنون هم داشته باشه، وقتی خودش شوهرش بیماره و این شوهر فوت خواهد کرد و خودش به قدرت میرسه و بعدش هم پسرش به قدرت میرسه، نمیاد بزنه زیر همه چیز. پس این مسئله بیماری همه چیز رو مشخص میکنه که اگه پادشاه بیمار بوده باشه، هر آدمی زبونم لال حتی اگر نیاتش هم بد باشه، به نفعشه که وضعیت رو استیبل نگه داره. پس این بیماری چیزی است که کلید این قضیه است. حالا میگن برای اینکه داستانشون رو به جای برسونن، میگن پادشاه بیمار نبود، بیمارش کردن. اینو کی میگه؟ یه آدمی که نشسته اونجا واس خودش، حالا من زبانم به توهین نمیره، و اون نشسته واس ما داستان بافته و یه سری آدمای دیگه. میخوایم ببینیم پادشاه بیمار بود یا نبود. من قبلا در پاسخ این افراد از روی کتاب عباس میلانی نگاهی به شاه یه تیکه رو خوندم و یه تیکه رو پخش کردم، اما الان که اون موقع برگشت گفت نه عباس میلانی توده‌ای بود، اون خودش منبع موثق نیست و اینا، اوکی اونو ولش کنید. قسمت آخر کتاب پاسخ به تاریخ رو براتون میخونم، نسخه اصلیش رو که هم در تلگرام شاهزاده هست، هم من در تلگرام خودم هم گذاشتم، میتونید ببینید در تلگرامم نسخه اصلی کتاب پاسخ به تاریخ. پادشاه در پاسخ به تاریخ در بخش آخرهای پاسخ به تاریخ خودش داره می نویسه بیماری که به مدت 6 سال به درمان آن مشغول بودم. این جمله پادشاهه. اینجا قبلترش داره میگه که اتمام این کتاب برای من در ماهایی که وضع سلامتم روز به روز وخیمتر می گردید و تب و لرز شدید داشتم و اینها به مانند مسابقه بود در برابر زمان. بعد توضیح میده چه پزشکایی در خارج از کشور کار درمانش رو در مکزیک و اینا انجام دادن و داره میگه بیماری که به مدت 6 سال بود به درمان آن مشغول بودم. این جمله پادشاه. پادشاه نمیدونسته بیماره، یعنی اشتباه میکنه که میگه من بیمارم. پادشاه اشتباه میکنه من بیمارم، بعد شما میدونستید که بیمار نبود، خود بیمار. یه بخش دیگه یالا از کتاب نگاه به شاه هم بخونم براتون و صحبت‌های پزشک معالج پادشاه رو که فقط یه بخش کوتاه اولیه‌شو، چون ادامه‌اش دیگه وارد بحث‌های تخصصی پزشکی میشم، براتون پخش کنم. شاه در حالی که در جزیره کیش استراحت می‌کرد، متوجه وجود غده‌ای در ناحیه شکم خود شد. اول از همه با دکتر عیادی مشورت کرد. با آنکه او را سالها به عنوان پزشک مخصوص خود منصوب و حفظ کرده بود، اما چندان اعتمادی به قضاوت‌های پزشکی و درایت طبی او نداشت. طولی نکشید که دکتر عباس صفویان، اینو دقت کنید، دکتر عباس صفویان که دوست و طبیب اسدالله علم بود، طرف مشورت قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که بایستی با پزشکان اروپایی هم رایزنی کنند. و چنین بود که در روز اول ماه مه 1974 یا 11 اردیبهشت 1153، دکتر جورج فلاندرن به طور سخت محرمانه به تهران پرواز کرد و بعد از معاینه شاه به این نتیجه رسید که او به نوعی بیماری سرطان خون دچار است. خب شما دیدید، حالا نام دکتر عباس صفویان رو شنیدید. آقای دکتر عباس صفویان ببینید چگونه بیماری پادشاه را توضیح می‌دهد.
ببینید من یادم رفت شما معرفی کنم این دو تا طبیب فرانسوی ها. چرا من این دو تا رو معرفی، اولا چرا من با این دو تا همکاری میکردم؟ اینا اولا استاد من بودن، مخصوصا پروفسور میلیز که اصلا من در مدرسه اون بزرگ شدم و در ضمن چیز پروفسور شدم و معاونش بودم. اون چند ماهی هم قبل از که بیام ایران من معاون پروفسور میلیز بودم. نه تنها از این نظر، بلکه از این که پروفسور میلیز طبیب معتبر بین المللی بود. پروفسور میلیز طبیب ژنرال دو گل بود. پروفسور میلیز طبیب پادشاه عربستان سعودی بود، ملک فیصل. ملک فیصل. پروفسور میلیز حتی طبیب مریض های رؤسای ممالک کمونیستی را معالجه میکرد. انور حجا رئیس آلبانی، لابد اسمش بله. یادتونه بله. انور حجا مریض پروفسور میلیز بود. پروفسور ژان برنر طبیب جورج پومپیدو بود بله. که چند ماه قبل از اعلیحضرت بیماریش متاسفانه باعث فوت شد. توجه میکنید پروفسور ژان برنر حتی به روایتی طبیب برژنف بود. توجه میکنید اینا طبیبای معتبری بودن که علاوه بر چیز علمیشون چیز بین المللی و اخلاقی داشتن و مسئولیت شناس بودن. چرا ملک فیصل به اینا مراجعه میکرد؟ چرا انور کجا به اینا مراجعه میکرد؟ بیماری اعلیحضرت یک بیماری خونی مزمن است به اسم بیماری والدنشتروم، یک بیماری هماتولوژیکه، یک بیماری مربوط به گلوبولهای سفیده که یک پیشروی مزمن داره و به تدریج رو به وخامت. حالا دوستان عزیز من، من دیگه میخوام بحثو خاتمه میدم. به نظر شما انسان عاقل، انسان آگاهی هستید دیگه، یه نفری که میدونه شوهرش بیماره، متوجه شد دیگه شهبانو قبل از ماجرای، خیلی قبل از ماجرای 57 و اینا، وقتی میدونه شوهرش بیماره و ناخودآگاه شوهری که بیماره و سرطان داره و این مسائل رو داره و ناخودآگاه فوت میکنه، آخه آدم عاقل یه همچین آدمی خب وای میسته بعد از فوت شوهرش هم خودش به قدرت میرسه، هم پسرش به قدرت میرسه دیگه. این داستانها رو میگفت. حالا ببینید شهبانو هم مثل هر کس دیگه ای دنبال تلاش بود برای نجات کشور وسط یه هوی وضع عادی مملکت، که ایشون نیومد که مثلا چه میدونم یه راهنمایی هایی بکنه، یه کسایی رو پیدا کنه که هم اگر ماجرای اگر نخست وزیرای قبل موفقیت میرسیدن، اگر با جناب صدیقی امکان نخست وزیری به وجود میومد، اگر مسائلی که بشه اصلا کار به اینجا نمیرسید. فرح پهلوی هرگز به ایران خائن نبود. فرح پهلوی هرگز به شوهرش پادشاه ایران خائن نبود. آرزوی بزرگ این زن که هنوز هم بانوی اول ایرانی ها هست این بود که فرزندش در ایران به پادشاهی برسه. این رو اگر من در اون پاسخ قبلی نگفتم، حالا به عنوان یک مورد مثال بگم که از لهستان روزی یک گروه کوچک فیلمبرداری آمده بودن با ایشون مصاحبه بکنن، و وقتی که این مصاحبه انجام میشد، خانومی که مصاحبه گر بود از طرف بانو ایران شهبانو دعوت شد که این دفتر کار ملکه هست. عکسی که روی میز بود او ببینه، این عکس رو برداشت و به اون نشون داد و با غروری که در چشم یک مادر میشه با خلوص اون رو دید، گفت که این فرزند منه، رضا پهلوی ولیعهد ایران، پادشاه آینده ایران. ببینید پرویز ثابتی رئیس امنیت داخلی ساواک در کشور، که دیگه این آدم نفوذهای خودش رو در همه جا داشته، اطلاع از همه جا داشته بیشتر از هر کسی، یه مسئله در این مورد مطرح میکنه. صحبتهایی که شهبانو کرد از زاویه دید خودش که گفت چه زمانی خودش اولین بار نام بختیار رو شنیده و با شاه در میان گذاشته، هیچ رد نکرده که قبل از این هم افرادی در مورد بختیار با شاه صحبت کردن. پرویز ثابتی توضیح میده در مورد کل ماجرا، خیلی طولانیه، من خلاصه بهتون بگم. این است که اول از همه جمشید آموزگار نام شاپور بختیار رو نزد شاه میاره، قبل از شهبان و قبل از هر کس دیگه، و خود جمشید آموزگار هم از طریق مهندس گرمان نامی با شاپور بختیار آشنا شده که این مهندس گرمان
خودش از آدمهای اسدالله رشیدیان و سپهبد مقدم بوده. بنابراین اینجا کاملا میشه درست در نظر گرفت که سپهبد مقدم که داشته این کار رو میکرده. از اون ور با شهبانو هم در مورد بختیار صحبت میکنه که صحبت خود شهبانو هست و این رو توضیح میده که آقای ثابتی که رضا قطبی هم داشت از اون طرف به خاطر اینکه مادر او لوئیس از خانواده سمسام بختیاری و از منصوبین شاپور بختیار بود از کاندیداتوری بختیار نزد شهبانو حمایت میکرد. از اون ور هم داشتن لابی رو آقای رضا قطبی انجام میداده و در نهایت هم یه مسئله خیلی مهم دیگه که خود شاه هم به این در این مورد صحبت میکنه و جناب ثابتی هم صحبت میکنه، مسئله براون هست از طرف انگلستان که شاه هم در پاسخ به تاریخ اینو میگه که اونها هم از بختیار پیش شاه صحبت میکنن و این خیلی مسئله مهمیه. چون یه چیزی رو بهتون بگم، حالا فرصت نشد تو برنامه بگم، چیزی که ما میدونیم اینه که بختیار روابط خوبی داشته با انگلستان و ماجرای اسناد خانه صدان که در زمان مصدق پیش اومده بود فرصت نشد در این برنامه بهتون بگم، ولی به طور کلی فقط در این حد بهتون بگم که بختیار با انگلستان روابط خوبی داشته. به هر حال این مسائل پیش میاد و شاپور بختیار میشه بالاخره توافق هم میکنه با شاه و میشه نخست وزیر مملکت دولت شاهنشاهی ایران. یه مسئله مهمی که اینجا پیش میاد و سوال هست در موردش اینه که اگر شاپور بختیار نمی اومد و این مسئله رو مطرح نمی کرد در مورد خروج شاه از کشور چه اتفاق می افتاد؟ آیا شاه خارج می شد؟ نمی شد؟ مسائل دیگه. این مسائل جز چیزهایی هست که نمیشه 100% در تاریخ در مورد صحبت و قضاوت کرد. و خب این هست که به هر حال وقتی یک همچین کسی میاد و پادشاه هم بالاخره میپذیرتش و اونم این شرطش رو میذاره که رفتن شاه هست، خب پوش کرده این حرکت شاه رو و قوت بخشیده به این چیزی که شاه در نظرش بود، ولی این در نظر شاه بود. ببینید از قول خودم نمیگم، از قول پرویز ثابتی باز بهتون میگم که 3 بار قبل از ماجرای بختیار این مسئله رو پرویز ثابتی شنیده بود. 1 بار از فردوس، 1 بار از این صحبت رو آموزگار در حضور نظامیان کرده بود و 1 بار دیگه هم از مهناز افخمی از قول والا حضرت اشرف این مسئله مطرح شده بود. شاه به این نتیجه رسیده بود به عقیده من که یه کشور میخواند شاه بره و گفتم حالا این صحبت ها رو قبلا کردم. حالا به هر حال میگم در تاریخ چیزهایی هست که کسی نمیتونه بیاد 100% بگه و شما و من و هر کسی حق داره در این مورد نظر خودش رو داشته باشه. بنده توضیح و نظر آقای ثابتی رو قبول دارم در این مورد. در 15 سال اخیر کنار بودم. از مدارسه کنار رفتیم یا اینکه کنار رفتن؟ رفتن. بله. نصفت شما رو نشنستم. از یه امور خارجه میشتم گشتی که من چه ها احیانا از یه کار امور اجتماعی شما رو نشنستم. به چرا پاسداری بختی ها که در وزارت کار بودم و در 18 سال پیش حضور مبارک به عنوان معاون وزارت کار معرفی شد. از این به بعد کاری کردم. من چند سالتون؟ 57 سال. مهندسی مخابرات. شما سراغات؟ بله کلن در وزارت پست ایران استخدام شدم. تمام مدت در حدود نزدیکی 28-29 سال که اونجا مشغول کار هستم و در 6-7 سال قبل هم چون در مطالعات قسمت های ارتباطات به طول کلی هم از پست تلگراف تلفن مطالعاتی داشتم، یک طرح و برنامه تهیه کردم که حضورتون تقدیم بشه. در 7 سال قبل تصور میکنم به علاقی حضورتون تقسیم تقدیم نشد. هست دفتر خصوص هرجا؟ بله دفتر خصوصی رو کنم. بله ولی امید موفقیت دارم برای شما. من برای این دولت
آرزوی موفقیت دارم.